دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. اینجا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک، شرق آمریکا، واشنگتن، پایتخت آمریکا، و 11 صبح به وقت کالیفرنیا، غرب آمریکا است. هر جای دنیا که هستید یه زحمت بکشید به ساعتتون نگاه کنید، ببینید الان اونجا چه ساعتی هست و بدونید که چند ساعت از ما جلوتر هستید و پیرتر هستید، چند ساعت از ما عقبتر هستید و جوانتر. امروز سعی میکنم که این چیزایی که مونده توی به اصطلاح پوشه یا پرونده برنامه‌های زنده همه رو بگم، حتی اگر برنامه بره به طرف 2 ساعت تا 3 ساعت. در حین پخش برنامه کانون آوا، دوستانی مخصوصا از هلند تماس گرفتن، گفتن که اونجا برنامه اول قطع و وصل می شده، بعدم کلن قطع شده. خب از یه نظر متاسفیم، از یه نظر خوشحالیم. وقتی قطع و وصل میشه یعنی تعداد بیننده اینقدر زیاده که سرور تو اون منطقه نمیکشه، ولی وقتی قطع شده نمیدونم. در صورت اینجا برنامه بود، خود من داشتم نگاه میکردم، برنامه 6 تا ویدیو بود که کانون آوا تهیه کرده و دیدنش رو حتما به شما پیشنهاد میکنم. این ویدیوها هم روی فیسبوک ما هست، هم روی بایگانی صفحه کانون آوا به زودی قرار خواهد گرفت و حتی توی صفحهشون الان هست، برید اونجا میتونید نگاه کنید، چون اینا ویدیوهایی بوده که از قبل درست شده، احتیاج به زمان نداره. در صورت امروز جمعه 17 ماه جون 2016 میلادی و برابر است با 28 خرداد 1395. جمعه هست دیگه، فکر کنم مدرسه هام تموم در ایران، حالا همه میرن به فکر سفر و تفریح و گشت و گذار. اونایی هم که بی پول هستن مثل من باید وایسن کار کنن و به اصطلاح پولی جمع کنن، دوچرخه‌ای بخرن، وسیله‌ای بخرن برای سال آینده برای مدرسه. و اما اجازه بدید که بریم سراغ من یه دوستی داشتیم یا داریم به نام آقا جمشید. این آقا جمشید فکر کرد اگه 1-2 ماه بره ما فراموشش میکنیم، ولی اون روز من گفتم ضرب المثلی هست، ایرانی ها میگن ممکنه که از نظر و دیده من بری ولی از فکر و دلم بیرون نمیری. برعکس آمریکایی ها میگن وقتی یه کسی رو نبینی یا یه چیزی رو نبینی out of sight out of mind، چون نمیبینیش از خاطرت هم میره. ولی ممنونم از جمشید که با همه ای که سعی کرده بود به اصطلاح تماس نگیره، چون باختی قشنگ مثل یک دسته گل، پولتو بفرست بیاد برای تلویزیون مردم. یاد بگیریم حرفی که میزنیم هم حرف مفت نباشه، هم پاش وایسیم، حتی تا پای جان. و اما این پای جان چی بگم، بنده خدا یه خانم 41 ساله جوانی رو که نماینده حزب کارگر در انگلستان بود کشتن. و خیلی جالبه، آمریکایی‌ها، خارجی‌ها تا می‌کشن هنوز پلیس نرسیده اونجا، برادری خواهری پیدا میشه میگه آقا این اشکال روانی داشت. ولی اگه یه بدبخت خدا زده مثل این افغانی که توی اورلاندو زده اینها رو کشته، که البته بدبخت خدا زده هم نیست، این خودش خودشو زده، این هرچی همه میگن آقا این مریضه، این توی 7 سال 200 دفعه توی مدرسه مشکل داشته، توی نمیدونم چند مدت 31 بار تنبیه شده و پرونده هاش هست، باز میگن نه این گفته من با ISIS هم. اصلا از ISIS به این، حالا نه که اون به این محل نمیزن، این تماسی نداشته باشه. در صورت حالا زنش هم گرفتن و زنم بیچاره یه زن جوونی، حالا چه باهاش همکاری کرده چه نکرده، احمق نباید حرف بزنی، باید با وکیلی چیزی، یه بار اینجوری گفته یه بار اونجوری گفته، حالا فکر میکنم که ایشون را هم به اصطلاح جرم دادگاهی بهش بدن. برگردیم به جمشید که چقدر لطف کرده و پیام خوبی گذاشته. آقا جمشید، شما یه چیزی گفتی در یه برنامه‌ای
خود شما صلح به این رو گفتی، من گفتم شما اون رو به من بگو چه روزیه چه ساعتیه و من در مقابل هر اشتباهی که کردم، نمیگم من خدا هستم اشتباه نمی کنم، ولی در اون قسمت مطمئن بودم که شما اشتباه میکنی. خود من دیروز برنامه خانم ایمی گودمن رو گوش میدادم راجع به LGBT که بعضی هم GLBT میگن، گی و لزبیان و بایسکشوال و ترانس، نمیدونم با یادم میاد. در صورت من همش فکر میکردم این به L میگه O، میگفتم این چرا میگه OGBT. برش گردوندم اون زیرنویسش روشن کردم، دیدم درست میگه، گوش من اون موقع اشکال داشته. البته خود این خانم ایمی گودمن یک کمی نمیدونم دندون مصنوعی داره، یک کمی مثل مادر بزرگ منه. البته برنامه‌هاش رو حتما نگاه کنید، اینم یه تبلیغ مجانی برای ایشون، انگار که حالا اون احتیاج داره به تبلیغ من. خب بریم سراغ جمشید. ضمن تشکر از جمشید، دوستان اگر روی فیسبوک هستید لطف کنید کیفیت صدا و تصویر رو به من بگید تا من هر روز سعی کنم بهتر و بهتر و بهتر و بهتر. اون فیلمه بود بگو بالا بالا بالاتر اون بشه. الان مثلا صدای این آقا جمشید رو که پخش میکنم، شما به من بگید اونجا واقعا قابل شنیدن هست، متوجه میشید یا نه. بفرمایید آقا جمشید. الو، درود بر شما جناب آقای سردی. آها، ضمناً این همون آقا جمشیدیه که یه دفعه گفته بود من میدونم شما ناراحت میشی بگم درود، میگم سلام. گفتم آقا این حرفا چیه؟ چرا شما از قول من حرف میسازی؟ من کی ناراحت میشم؟ من 100 تا دوست دارم آقای مینوی به من میگه درود، نمیدونم فلانی میگه درود، منم میگم سلام. شما منو آزاد بذار، من سلام خودم رو بگم، شما درود بگو، دروغ بگو، هر چی میخوای بگو. پس آقا جمشید ببینید خوب میشناسم تا این بالا این ساعت سوئیسی داره کار میکنه. بفرمایید. الو، درود بر شما جناب آقای سردی. من جمشید هستم. بعد مدت ها دوباره یه نکته رو دیدم که البته نکات زیادی در روزهای قبل. خب به دوستان بگو چرا بعد از مدت ها، برای که رفتی دیدی که اشتباه کردی، به جای این که خیلی قشنگ بیای بگی که سربی من معذرت میخوام اشتباه کردم، منم بگم آقا اشتباه مال انسانه و ما هم چیزی نداریم ببخشیم، ولی شما رو بخشیدیم، برو دنبال کارت، رفتی دیگه نیومدی. خیلی انسان باید انسان باشه تا بفهمه و بگه من اشتباه کردم، عذر میخوام، منو ببخشید، تلاش میکنم دیگه اشتباه نکنم. بفرمایید. بعد از مدت ها خوش آمد. ولی این بار یه نکته بود که مجبورم یادآوری کنم. یکی 7-8 روز پیش که گویا در مورد باغ وحش و اون به حساب عرض میشه حضورتون گوریلی که یک بچه 3-4 ساله رو با خودش میکشید و اونو کشتن و اینا، بعد یه نظرخواهی کردید که شما اگر بوده چه کار میکردید، من اگه بودم استعفا میدادم یا فلان. بعد یادآوری کردیم که سمد و عقاب هم در شیراز. نه، این من بودم استعفا میدادم منظورتون منم، نظر خودتون رو نگفتید. درست میگم؟ ای کاش نظرتون رو در این مورد هم گفته بودید. بذار برای دوستانی که احتمالاً نمیدونن، یکی 2 هفته پیش اینجا یه خانواده، اینجا نه، تو واشنگتن نه، فکر کنم توی مینسوتا بود یا یه جایی بلخ، توی شهر آمریکا، روز تعطیلشون بوده، میرن باغ وحش، بعد همچین که داشتن چی میکردن، اون گوریله، ها این بچه از کنار اون نرده یا شیشه یا هر چیزی که ساخته بودن میفته میره داخل اونجایی که گوریل اونجا هست. این گوریل و میمون و شامپانزه و اینها 1000 نوع داره، فرق میکنن. شما دیدید یک میمونای کوچولی هست انقدی، یه انترای هست انقدی، این گوریله. یعنی فکر کنم گفت 450 پوند. 450 پوند وقتی من میشنوم یکم خوشحال میشم، میگم چاق نیستم. ضمناً هی به من نگید لاغر شدی، نه خیلی لاغر نشدم، مشکی پوشیدم. شما فکر میکنید لاغر شدم، خیلی از دوستانم میگن لاغر شدی وقتی مشکی میپوشم، نه خدا کنه. در صورت من خوشحال میشم که این گوریلا اینقدر سنگینن. من هگی کسی گفت میگم بابا من نصف این گوریلم وزنم نیست. در هر صورت بفرمایید، ای کاش نظرتون رو گفته بودید. بله من گفتم من اگر
رئیس اون باغوش بودم یا مسئول اون اداره بودم، وقتی یه چنین اشکالی افتاده رخ داده بود، من استعفا میدادم و حتما پیشنهاد میکردم که مسئولین بعدی این اشکال رو برطرف کنن. ما توی خونمون میخوایم یه پله بسازیم، میگن از 3 تا پله بالاتر باید یه نرده بغلش باشه. میگیم بابا به شما چی؟ میگن نه، ممکنه بخوری زمین. بغل این نرده ها که میگیری دست باید یه نرده های انقدی بذاری فاصله اش 4 اینچ بیشتر نباشه. میگیم حالا چرا 4 اینچ؟ میگه برای کله بچه ها نره داخلش. اون وقت بچه تو باغ وحش که جای عمومیه هیکلش تمام افتاده، نه بچه 1 ماه 2 ماه 1 سال 2 سال 4 ساله. در هر صورت بفرمایید. در ارتباط با باغ وحش بود و این صحبت ها، من وقتی که شب خوابیدم فکرم خدا را سمت و عقاب به نظرم یک خواننده محلی بود، یک خواننده محلی شیراز بود سمت و عقاب. بعد فکرم مبادا شما منظورت خلیل عقاب بود که آدم درشته کلی بود و ورزشکار و کلی نمایشات پهلوانی میداد، و بعد از اون احساس کردم که شما نکنه منظورت سیروز قهرمانی بود که اون مسئول باغ وحش بود نه خلیل عقاب. به حقیقت خواستم یادآوری کرده باشم، امیدوارم که متوجه شده باشین. مرسی، فعلا خدا نگهدار. ممنونم، خدا نگهدارت، با امید دیدار. و انقدر من اون روز خندیدم که به خاطر این خندیدن زیاد اون بدهی شما بخشیدم، فراموش کردم. ولی شما خیلی قشنگ گفتی و کاملا درست میگی. سمد عقاب یه آدم کوچولو مچولو بود، خواننده محلی بود. خلیل عقاب ورزشکار بود، سینی مسی رو اینجوری میگرفت پاره میکرد، که البته میگفتن این مسگرش قلابی بوده توش میله نیذاشته، دور سینیا باید یه میلهی باشه و اون نیذاشته و الا نمیتونست پاره کنه. و شما بازم درست میگی، سیروس قهرمانی بود که یه چیزی مثل پلنگ مینداخت اینجاشو، اگه اشتباه نکنم یه جیپ ارتشی هم داشت که من همیشه میگفتم چی میشه من یه دونه از این جیپای ارتشی بخرم. جیپای ارتشی فکر کنم 1945 مدلشون بود. در اصل ممنونم، باور کن آقای جمشید خان، من اینجا نزدیک به 1 ساعت هی میخندیدم که این سمد عقاب که شما گفتی لابد منظور خلیل عقاب بوده، خلیل عقاب هم که گفتی لابد منظور سیروس قهرمان. آ برادر، یه روزم شما نشستی اونجا به اشتباه های من نمره بده. ما 2 تا اشتباه کردیم نمرمون شده 18. این نه یه خانم، خواهر بنده، دوست خوبمون از طریق تلویزیون، آدم بسیار خوبیه، من منصفانه یعنی به انصافش باور دارم، ولی امروز یک کمی ناامید شدم وقتی که من روی فیسبوک گذاشتم که این آقای رضا پهلوی تنها مهارتی که داره در دروغ گفتن و به اصطلاح مردم رو سر کار گذاشتنه، و چون دروغ زیاد گفته تو در این کار استاد شده. میگه کار نیکو کردن از پر کردن از کار بد کردن هم همینه. شما وقت تجربه داشته باشی دزدی کنی، اون دزدی های آخر دیگه اگه دفعه قبل به این خاطر گرفتنت این کار انجام نمیدی، همینجور ولی آخر. بعد رضا پهلوی حتی زندگی نامش رو دروغ نوشته، نوشته که رضا پهلوی متولد 1339 و فرزند ارشد محمد رضا شاه و ولیعهد. دروغه، فرزند ارشد آقای محمد رضا شاه اونایشو که ما نمیدونیم و پول دادن به این و اون ساکت کردن، سرش رو بستن، طرفو فرستادن بره ابورشن کنه، سخت جنین کنه و گذاشتن بره یه جای دیگه زندگی کنه، پول دادن بره خارج زندگی کنه، ما کاری نداریم. اونایشو که رسماً کتباً ثبت احوال شده، میدونید که ما تو ایران داشتیم ثبت احوال و اسناد، خونه میخریدیم، ماشین میخریدیم، سند داشت، ثبت اسناد، بچه دنیا میمرد، بابا اون میمرد، ثبت احوال، احوال این خانواده ازدواج کردن، احوال این خانواده بچه گیرشون اومد، احوال این خانواده سربی از دست بیننده هایی که حمایت نمی کنن دق کرد مرد، ثبت احوال بود. اون چیزی که توی ثبت احوال نوشته شده میگه که آقای محمد رضا پهلوی
شاه ایران که نه شاه شاهان بود نه آریامهر بود، 5 تا بچه داره. اولین شهنازه که الان که صحبت میکنیم 75 سالشه، و اگر شاه با سیاستی بود، با درایتی بود اون موقع که این دختر گیرش اومده، مخصوصا کسی که میگه من به خدا باور دارم باید میگفت که قسمت این بوده، خدا به جای این که ما کینگ داشته باشیم، پادشاه داشته باشیم، به ما دختر داده که بعدن مثل انگلستان ملکه داشته باشیم، کوین داشته باشیم. نه دیگه هی میرفت زن عوض و بدل کنه، نه میرفت تو این ماجرای فرح دیبا که همه فرح دیبا رو باعث و بانی انقلاب میدونن اسیر و گرفتار میشد، نه اینکه آقای رضا پهلوی امروز در آمریکا بیاد دروغ بنویسه این فرزند ارشده بمانه. دروغ دیگه اینه که میگه که من در اوایل جنگ چون خلبان بودم گفتم به آخوندا که من میرم میجنگم با صدام حسین. اینم یه دروغ دیگه است. البته من از آقای احمدعلی مسعود انصاری سوال کردم، منتظر جواب ایشون هستم، میخوام ببینم ایشون چجوری با آخوندا تماس گرفته، رفت آمد داشته با آخوندا، کسی رو میشناخته، و بعد شما خودتون رو واقعا بذارید جای این شخص دروغگو. آیا کسی که دولت ایران دنبال باباش بود که باباشو بگیره، خانواده اینا رو پول و ثروتشون رو بگیره، این انقدر مرد و با شهامت بود که گفت من خلبانم میخوام بیام با هواپیما برم بجنگم، و آخوندان بهش گفتن نه؟ اینو کسایی که نزدیک هستن یا کسایی که نزدیکی میکنن با آقای رضا پهلوی ازش بپرسن، بیان به ما جواب بدن. ولی وقتی من این رو گذاشتم و از نیر خانم سوال کردم که ببینید توی این چه دروغایی گفته، ایشون گفت که نه زندگی نامش من چیز متوجه نشدم. یکی از دروغا رو گفتم، ایشون گفت حالا شما خیلی سخت نگی. گفتم ای بابا این که میشه یک بام و دو هوا، شما یه طرف میگید سخت نگیره، حالا چند تا دروغ هم تو زندگیش گفته، بعد یه طرف اگر یه کسی یه دروغی بگه میگید آقا نباید کسی دروغ بگه، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، خداوند ما را از دروغ به دور نگهدار، کارمون خرابه دوستان. و اما چون آقا جمشید لطف کرد و پیغام گذاشت و کاملا هم درست میگه، صمد عقاب خواننده محلی بود، یه دیگه هم داشتیم عباس چیچی نجم، عباس منتجم، من یادم خودم یه فیلمی تو سینما تخت جمشید بود، بعد عباس منتجم داخلش بود، بعد وقتی میخواستن این فیلم رو شروع کنن اینجام رسمه، بعض وقتا هنرپیشه میاد حرف میزنه، مثلا ماز جبرانی اومد، برای اولین بار من این رو دیدم صحبت کرد، بعد تا آخر فیلم بچه بودم با داداشم اینا رفتم همش میگفتم این چجوریه الان اینجا بوده بعدم تو این فیلم مثلا تهرون شیراز، گیج شده بودم نمیفهمیدم بابا اون فیلم رو 2 ماه پیش 3 ماه پیش 1 سال پیش ضبط کردن، رو فیلم تو آپارات داره پخش میشه، این خودش هست. بله عباس منتجمم خواننده محلی بود، خلیل عقاب نمایش میداد و سیروس قهرمانی صاحب باغ وحش بود. من حقیقتش هیچ وقت توی شیراز نه خودم پول داشتم برم باغ وحش، نه خانواده ما آمد ما رو برداره ببره باغ وحش گرب میگن فیل و فنجون و شیر و اینا نشون بده، ولی جوکای زیادی میگفتن که شیرای باغ وحش از گشنگی نمیدونم اینجور و اونجوره. وقتی رفتم تهران یه دفعه رفتم باغ وحش، آخ آخ اون بوی گندی که میداد از همون بالا اینجوری میرفتی پایین، اصلا از همون موقع من انزجار میگن نه کلمه حالا مفعولش میشه منزجر شدم، نه انزجار منزجر شدم که چرا این حیوانات رو اینجا نگه میدارن، مخصوصا وقتی که نمیتونن تمیز نگهشون دارن، وقتی نمیتونن خوراکشون بدن و اینها. این هم از این. حالا آقا جمشید بدهید با ما برطرف شد، ممنونم که برنامه ها رو میبینی. یه جوک میخوام برات بگم راجع به همین باغ وحش. میگم طرف باغ وحش باز کرد، دید هیچکی نمیاد، بزرگ تابلو زد قیمتش مثلا 1000 تومان، دید باز کسی نمیاد،
کرد 500 تومن. دید هیچ کس باز نمیاد، تابلو بزرگ برداشت، چون ما ایرانی ها رو میشناخت، نوشت مفت مجانی، مفت خرابیان، در رو باز کرد، شلوغ شد. مثل شب اولی که ما اینجا برنامه گذاشتیم تو رنه، 300 نفر آمدن و یه فامیل شیرازی که واقعا مایه آبروریزی شیرازی هاست، چیپس و آب و اینا رو هم با خودش آورده بود، که صاحب رستورانه که مال فیلیپین بود به من گفت آقا این اینا هنوز نمیفهمن تو رستوران شما نباید خوراک بیاری، شما اینجا که چی میخوری مسئولش منم، اگه این چیپس بره پشت ملازت خفه بشی منو میگیرن، رستوران منو سو میکنن، تا من بخوام حالا ثابت کنم که آقا این چیپس خودش آب بمانه. ملت شهید پرور ایران و مفتخار ریختن تو این باغوش. صاحب باغوش هم گفت من میدونم چه بلای سرتون بیارم. در و بس، دو نفر آدم گردم کلوف دیدید که به اینا میگن باونسر، گذاشتم در، گفت هر کدوم از این پدر سوختهای مفتخور خواستن برن بیرون ازشون 5000 تومن بگیر. گفت چجوری؟ گفت الان بهت میگم. رفت در شیرا رو باز کرد، ایرانی های دوست عزیز و مفتخور ما یکی یکی پا به فرار، دم در 5000 تومن چیه، همه پولا رو میریختن و میرفتن بیرون. اینم یه راهی ما باید یاد بگیریم شماها رو بکشونیم داخل باغوش، بعد در اصلی رو ببندیم، بعد در شیرا رو باز کنیم. ولی بعضیا مفتخور نیستن، احتیاج ندارن. یکیش این هوشنگ ترسوه. ممنونم هوشنگ جان، امروز این نامه دومت به دست من رسید، نامه فرح بخش، و خیلی ممنون متشکر. کتاب‌های یادداشت‌های علم رو که فکر می‌کردم 5 نسخه است ولی 6 نسخه برات می‌فرستم، و خودم هم داشتم این تون 2-3 روز می‌خوندم، و آدم وقتی شروع می‌کنه خوندن هی جلبش میشه. جلد دوم صفحه 161 نوشته که بله، میگه اینجا این آقای علم، اولا اون آقای عالی خانی خیلی تعریف کرده که آدم بسیار منظمی بوده، مرتبی بوده، به فکر نوشتن ژورنال میفته، بعد از ترسش، ببینید دوستان، حتی وزیر دربار، نخست وزیر کی بوده این آقا، حتی اون از شاه و از ساواک و اینا میترسیده، به شاه میگه که من یه همچی کارهایی میخوام بکنم، چون میگه اگر نگم یه وقتی گندش بالا بیاد پدرم در میاد. در هر صورت بعدم چون آدم مرتبی بوده، اول شروع میکنه کتاب و دفتر نوشتن، بعد میبینه چون مسافرت میره و میاد و اینها رو به صورت کاغذ، ولی همه با تاریخ با شماره، و به همین دلیل هست که شما میبینید جلد یکم از 1347 48 49 تا 51 همینجوری به ترتیب میره جلو، و این آقای عالی خانی در مرتب بودن این آقای امیر اسدالله علم خیلی تعریف کرده. امیر اسدالله علم هم دوست مورد اطمینان شاه بوده، هم باهاش اینور اونور در میرفته. اگر هم یکم وقت داشته باشید شاه اللهی بودنتون رو بذارید کنار و بیاین بخوام تحقیق کنید، از خودتون بپرسید که چرا آخرش علم و شاه حقیقتا دوتاشون به یه مرض، مثل که سرطان خون بوده، چی بوده، مرده. چرا این شایعات هست که اینها حتی همجنسگرا بودن و فلان، اینها بماند، اون دیگه مسئول شما هستی. میگه اینجا یک مطلبی پیش آمد، من واقعا از نخست وزیر ممنون شدم که اصرار کرد شاهنشاه اعداد و ارقام نفرمایید. من هم سر نهار که دست چپ شاه نشسته بودم این مطلب را چند دفعه عرض کرده بودم، قبول نمی فرمودن. به وزیر دایرایی هم غرغر کردم که چرا ارقام و اعداد نوشته اید، گفت فرمودند بگذار، چکار کنم، من هم گذاشتم. بار دیگر با اصرار نخست وزیر و همراهی همه ما ارقام مورد تقاضا را حذف کردیم و تقریبا کار از یک صورت بنبست در آمد. یعنی شما نگاه کنید، این شاه مملکت به جای اینکه بذاره این وزیر وزرا کارهای خودشون انجام بدن، کارشناسا کارهای خودشون انجام بدن، حقیقتا کارشکنی هم میکرده. هوشنگ عزیز،
من فردا این 6 تا کتاب رو برای شما میفرستم، میاد و دو تا یا 3 تا از این نوارای مال جشنای عید نوروز و اینها برات میفرستم. امیدوارم VHS پلیر داشته باشی که خاطرات ایرانیان گذشته اینجا سالهای قبل رو برات زنده کرده باشم. ضمناً اگرم نداری اینو کادو بده به یکی از دوستانت و بهش بگو که تلویزیون مردم بهش کادو داده. درباره دوستان اینها ممنونم از این دوستی که لطف میکنه، زحمت میکشه، پیام میذاره. امروز هم 10 یا 11 دقیقه براتون پیام داره در رابطه با نمایشی که در عراق به صحنه اومده و به من گفت که به دوستانش هم گفته. اونها هم برنامه ها رو نگاه میکنن، هم یه جورایی حقیقتا معتاد شدن. من به ایشون هم گفتم از لطف من از طرف من از این دوستان تشکر کن، از لطف شما ممنونم و بهشون بگو که دیوانه که دیوانه ببیند خوشش آید. خب ماجرای باغوش و مفتخور بودن رو گفتم، سیروس قهرمانی صمد عقاب رو گفتم، تاریخ رو اعلام کردن. آقای بیژن خلیلی، ما اون روز وقتی که این یلو پیج رو نشون دادیم، یلو پیج جی بی، و از ایشون هم تشکر کردیم که اسم تلویزیون مردم رو هم توی این تلویزیون ها نوشته و هم درباره نشریه ایران شهر، اون رو دیگه نخواستم، یعنی دیگه فکرش کنم گذشته 4 ماه از گذشته، ایشون توضیحاتی داده. بذارید من از رو خود به اصطلاح اون نوشته ایشون بخونم که کم و زیاد نخونم. و اما در این حین و بین درباره این تیراندازیایی که اینجا میشه، همین ماجرای این پسر افغانی که اینجا دنیا اومده ولی تبارش افغانی هست، ما یه ضرب المثل داریم، میگه که تباری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد نمیدونم به میل کاسه لیسان یا هم چیزی. خب حالا وقتی میشکنه شما که دیگه وای نمیسیم ماسا رو جمع کنی، یک کسی میاد اینا رو برمیداره لیس میزنه و اینها. این هر وقت که اینجا کشتکاری میشه از اون ور مردم میگن بابا این اسلحه ها رو از دست مردم بگیرید، مخصوصا از دست دیوونه ها، از دست روانی ها، از دست عقده ای ها. از اون ور میاد اینایی که اسلحه میفروشن و کارخونه و اینها تبلیغ میکنن که آی ملت بدوید بخرید، و زرادخانه میگفتن یا زرادخانه، زرادخانه مثل که برای پول چاپ کردن و اینها، زرادخانه برای اسلحه است، اسلحه را بندازید. خود من یه مدتی اینجا 5 تا اسلحه داشتم، حالا فکر میکنم اصلا برای چی میخوام اسلحه؟ من اسلحه اینجوری میخرم، اون یکی میره 10 برابر این قوی تر میخره. این دوستمون بابک عربی هم متخصص اسلحه هست، برعکس من که تیراندازیم خوب نبوده تو ارتش، این شارپ شوتره، اصلا میزنه عکساش هم میندازه. ولی وقتی فکر میکنه میبینیم برای چی. البته بعضی هم میگن خب ببین تو فرانسه اسلحه ممنوعه، طرف رفته از یک کشور دیگه ورشه آورده یا از قاچاقچیا میخره، یا توی انگلستان که الان این زن جوان 41 ساله که اول بنده خدا کمک بوده، دستیار بوده تو این قانون و اینا، بعدن قانونگذار میشه میره اونجا، گویا خیلی هم حرفای درستی میزده، این طرف آقای 52 ساله اومده زده کشتتش، میگن با این اسلحه‌ای که کشتتش اصلا این اسلحه عتیقه است، هیچکس فکر نمیکرده کار کنه. در اصل این ماجرای اسلحه و اینها رو من گذاشتم که شما دوستان رأی بدید. مثلا مجید دوست خوبمون از آلمان نوشته بود دیگه در قرن 21 اسلحه دست مردم نباید باشه، اسلحه باید دست پلیس، نیروهای انتظامی، ارتش باشه و اونا هم به اصطلاح مدافع مردم، انگار نمایندگان مردمی که بلدن از اسلحه استفاده کنن. ما حقوقشون دادیم که آقا اگه خطری هست شما از ما دفاع کن، چون شما واردی، من نمیخوام اسلحه رو بذارم تو خونه بچه 2 سالم فکر کنه اسباب بازی. این فیلم هایی هم که نشون میده دیدید 100 بار میزنه میفته میمیره دوباره زنده میشه. 10 ببینید روز چند تا بچه تو آمریکا کشته میشه با همین اسلحه های باباش اینا. بعد باباش میگه من قفلش کرده بودم، طرف بهش میگه بابا بچت نشون داد که از تو عاقل‌تر و باهوش‌تره و اومد وازش کرد، خودش هم زد کش یا یکی دیگر کشت. خب بذارید من 2-3 تا خبر رو بهتون بگم بعد بریم سراغ آقای بیژن خلیلی. گروه اسرائیلی در پی شکایت از بوئینگ به خاطر معامله با ایران، این رو دوچه وله گفته، بذارید من صفحه‌ش هم نشون بدم
ما اینجا وقتی یه چیزی رو میگیم مدرک نشون بدیم، مثلا وقتی میام راجع به رضا پهلوی و دروغش میگیم، اون وبسایتش زندگی نامش اونجاست، عکسش هم ما گرفتیم، که فوری نره عوضش کنه بعد یکی از این شاءالله یا بیاد بگه آهان شما دروغ گفتی. چون اگه یادتون باشه بهتون گفتم من یه روزی توی برنامه زنده زنگ زدم با اون خانم، یادم رفته دیگه اسمش چی بود، افتخاری بود، کی بود، تو دفتر رضا پهلوی صحبت کردم و بهتون نشون دادم که اینا حاضر به پاسخگویی نیستن، درست این سازمان مجاهدین. گروه اسرائیلی در پی شکایت از بوئینگ به خاطر معامله با ایران. وقتی من بهتون میگم این اسرائیلم خودش یه چیزیش میشه، اون ضرب المثلی که ما میگیم کرم درخت یا کرم پنیر از خود پنیره، قبول کنید دیگه بابا، این هواپیمای بوئینگ مسافربری برای مردمه، و الا اون آخوندا که بهترینش و نوترینش رو داشتن و این تحریمای آمریکا فقط باعث شد یه مشت بدبختی با این هواپیمای روسی چپ و راست بیفتن بمیرن، و الا با هواپیمای بوئینگ که کسی نمیتونه بیاد اسرائیل رو بمبارون کنه. چرا شما اینجوری ظلم میکنید به مردم؟ برید نگاه کنید ببینید این اسرائیل حتی به آمریکایی‌ها چی کار کرده، برید نگاه کنید ببینید حتی به اصطلاح ناو هواپیما بره آمریکا رو چند سال پیش زده، USS Liberty، شاید هم ناو هواپیما بر نبوده اون موقع، ببخشید، زده داغون کرده، بعد گفته ما اینو اشتباه گرفتیم با هواپیما، با کشتی جنگی عربستان ایجیپت مصر، بعد نوارای صحبتاشون هست، طرف به مرکز با زبان عبری میگن، با چه زبانی صحبت کرده، گفته که چه پرچمیه، گفت پرچم آمریکا، گفته چی فکر میکنی، گفته این هواپیمای آمریکاییه اینا، ولی اینا دیگه دارن میزنن، گفتن بزن بزن که نابود بشه هیچ کس زنده نمونه. چیزی که هست اون موقع این هواپیماها که میرفتن بالا انقدر ادوات و مهمات نداشتن که بتونن یک کشتی به اون بزرگی رو بفرستن، چند ساعتی طول میکشه، چند تاشون نجات میان. برید ببینید، بنویسید خودتون، اونایی که بلدید چه به فارسی چه به انگلیسی، بنویسید اسرائیل اتک USS Liberty، اون وقت ببینید پرونده ها چیه. بابا این اسرائیل هم یه مرضی داره و علاج من نمیدونم آخه چی بگم. خب بریم سراغ خبر بعدی. حالا امیدوارم آقای بیژن خلیلی از ما ناراحت نشه. خب آقای بیژن خلیلی میدونید که کلیمی هستن، یهودی هستن، و اما در رابطه با تفاوت ما ایرانی ها با دیگران، این یه مقاله رو شما نگاه کنید ببینید، ما ایرانی ها ساواک میاد شکنجه میکنه، دستگیر میکنه، میکشه، تو دریای نمک میندازه، نمیدونم فلان میکنه، بعد ما میایم اینجا میریم دنبال کار زندگیمون، اون آقای پرویز ثابتی میاد کتاب مینویسه، اون آقای نمیدونم احمد فلانی میاد تو تلویزیون صحبت میکنه، و بله خودشون امامزاده ساواک هم باز میکنن. ولی اینجا نگاه کنید، امروز اینو نوشته، 5 سال زندان برای نگهبان سابق اردوگاه مرگ آشویتز. دادگاه دتمولد در آلمان راینهولد هانینگ را نگهبان سابق اردوگاه مرگ آشویتز را گناهکار شناخت. متهم 94 ساله در قتل دست کم 170 هزار نفر همدستی کرده. چه شما یه نفر رو بکشی چه 170 هزار تا، ضمناً این نگهبان اونجا بوده. ولی ببینید گرفتنش، آوردنش تو دادگاه، من خودم یادمه زیندورف بود، کجا بود که دادگاهش معروف بود تو آلمان، درست میگم؟ در صورت 5 سال زندان برای یه آدم 95 ساله چرا؟ چون اینها دنبالشن. کیا دنبالشن؟ یهودی ها دنبالشن با پشتکار، مثل ما نیستن بیحال و چی بگم والا. خب یه خبر دیگه دارم که امروز صبح، آها این قاتل نماینده مجلسم که براتون همینجوری گفتم، بذارید اینجا نشون بدم، اجازه بدید کامرای دو، بله، قاتل نماینده مجلس بریتانیا اختلالات روانی داشته است،
برادر متهم به قتل جوکاکس، این با وجود که این خانم به اصطلاح چی بوده ولی اسمش مثل اسم مردهاست. میدونی که اینجا خیلی اسما هست، اسم زن مثلا، اسم زن اسم مردم هست. در هر صورت این خانم جوکاکس نماینده مجلس بریتانیا بوده که از حزب کارگر پارلمان بریتانیا با شلیک گلوله 16 ژوئن پنجشنبه دیروز کشته شد. و برادر اون میگه که، برادر قاتل میگه که این برادرش اختلالات روانی داشته. و اما این خبر بود که من دنبالش میگشتم که امروز در ایران اگه اشتباه نکنم انفجار در تونل در پایتخت، خبرگزاری موج، اینقدر خبرگزاری داریم که آدم نمیدونه از کجا بگه از چی بگه. خبرگزاری موج و اینجا کامرای دو نوشته که جزئیات جدید از انفجار تونل مترو پایتخت 40 دقیقه طول کشید فلکه گاز را ببندند. و این منظور همون شیره یا ولوه، ما میگفتیم شیر فلکه، حالا شیر آبی هم که میدونید وقتی میگفتن برای این بوده که اولین بار که اومدن اونجا اون مجسمه‌ای بوده شیری از تو دهنش شیر آب میمده، اینا یاد گرفتیم ما میگیم شیر آبی، خلاصه همه چیمون قرقاتیه، اب نداره. صبح امروز به دلیل انفجار لوله گاز در تونل مترو در منطقه کوهسار تهران صدای مهیبی منطقه را در بر گرفت. در این انفجار 5 نفر مصدوم شدند و گفته می شود 2 نفر جان خود را از دست دادند. خلاصه مسئولین شکایت می کنند که چرا 40 دقیقه با طول بکشه و امروز که فقط یه جا اشکال پیش اومده 40 دقیقه طول میکشه لوله گاز بسته بشه، اگر فردا زلزله بیاد و چندین نقطه احتیاج باشه که گازش بسته بشه، آب بسته بشه، برقش قطع بشه، اینها آیا آمادگی دارن یا نه؟ اینم نشون میده اونجا تابلوهای برق و نمیدونم سیمای کیبل و اینها چجوری همه سوخته و ریخته پایین. نوشته که پلیس گفته که امامزاده داوود و کوهسار مسدود شد. مترو تهران گفته شاید 1 نفر زیر آوار باشد. حفاری مترو خیلی وقت است به پایان رسیده است. و اینم یه عکسی که من فکر کنم این یعنی اونجایی که اینا دارن کار میکنن و الا اینجوری منفجر نمیشه به این قشنگی و تمیزی همه چی رفته باش پایین. و یه جای دیگرش هم شکایت کردن که آقا شما که میخواین زیر زمین تونل بزنید باید با شرکت و اداره گاز برق تلفن و اینها اول چک کنید. توی آمریکا همچین چیزی هست، توی منطقه ما بهش میگن میس یوتیلیتی. شما حتی تو حیات خونت اگه میخوایی یه کاری کنی زنگ میزنی مجانی، مجانی میان نگاه میکنن میگن برات با چیز با رنگ میگن اینجا زرد، اینجا سبز، اینجا قرمز، این برق، این گازه، این آبه، که شما با کلنگت نزنی قاطی کنی. حالا ما یه دوستی داشتیم به جایی که صبر کنه که این میس یوتیلیتی بیاد به کارگرش میگفت شما بکن، اگر خورد به گاز و اینا 911 و اینا زودتر میرسن. این هم منطق ما ایرانی ها در آمریکا. خب اونم بهتون نشون دادم، اینم امیدواریم از این خبرها کمتر باشه و خبرهای خوب بیشتر. و اما آقای امیر هوشنگ آریان پور لطف کردن پیام عباس امیر انتظام به مناسبت سالروز ولادت دکتر محمد مصدق رو برای من فرستادن، من هم میخونم هم به شما نشون میدم. و برای ایشون نوشتم، والا این بنده خدا آخه اولش نوشته که من دیگه خیلی پیر و مریضم و گفتم که آدم دلش میسوزه. خب ایشون یکی بپرسه ازش شما عمرت رو تلف کردی چه تفاوتی برای مردم ایران داشت؟ به نظر من ایشون نه خودش فهمید چه باید بکنه نه به دیگران گفت چه باید کرد. البته وقتی کسی نفهمه که چه باید بکنه بهتره که به دیگران نگه، چون اگه خودش اشتباه میکنه دیگران هم اشتباه میفته. من یکی دو پاراگراف از این رو میخونم به خاطر اینکه از شجاعت و شهامت ایشون قدردانی کرده باشیم، که من شخصا ترجیح میدم این گونه شجاعت و شهامت ها در ایران نباشه. زندان رفتن و
اینها افتخار ما نباشه، فعالیت کردن و خودمون را اسیر آخوندان نکردن افتخارمون باشه. پیام امیرعباس انتظام به مناسبت سالروز ولادت دکتر محمد مصدق 26 خرداد ماه 1395 آلمان. مگه ایشون آلمانه؟ یاران و همفکران عزیز و هموطنان گرامی هم. از اینکه فرارسیدن سالروز ولادت رادمرد تاریخ ایران موقعیتی به یادماندنی را برای شما عزیزان فراهم آورده تا گرد هم آیید و در برپایی آیین نکوداش نام و یاد این مرد بزرگ دکتر محمد مصدق سهیم باشید بسیار خرسندم. این جانب از اینکه می توانم خود نیز چنین فرصتی را مقتنم دانسته و با ارسال پیامی کوتاه به این مراسم ستودنی به نحوی خود را در میان شما عزیزان احساس نمایم بسیار خوشحال و مفتخرم. شاید مستحضر باشید که در حال حاضر که با شما عزیزان سخن میگویم بیماری های عدیده این جانب را به غایت دچار ضعف های چندین جانبه نموده است، چنان که با کاست شدن چشمگیر انرژی از بسیاری از فعالیت‌ها مانند گفتگو، نگارش و سایر کارهای دیگری که نه تنها آرزومند انجامشان می باشم بلکه پرداختن به آنها را یک ضرورت برای خود می دانم متاسفانه باز ماندم و این افسوس بزرگ من است، زیرا بر این باورم که بایستی بیش از اینها به وطن و هموطنانم ادای وظیفه نموده و دیون خود را بهتر از اینها بپردازم. البته با عنایت پروردگار مقدار زیادی از راه را طی کردم، اما تغییرات ناخواسته در شرایط جسمانیم که ناشی از رنجهای بسیاری بوده که طی سالها اما با آغوش باز پذیرایشان شدم موجب می شود که ناگزیر بپذیرم که بخشی از آرزوها و رویاها را شاید نتوان محقق کرد. این نسبتا طولانیه، اگه خواستید یا با آقای آریانپور، به نظر میرسه که جلسه چیزی در آلمان بوده، ایشون هم لابد این نوشته رو اونجا فرستاده به این دلیله که نوشته آلمان. و اما بعدیش، به احتمال زیاد این داستان را شنیده اید ولی بد نیست که مجدداً آن را بخوانید. به ویژه شعر استاد شهریار، این داستان واقعی است. به ویژه شعر استاد شهریار، ضمناً این داستان واقعی. این را آقای مسعود میرزا، آقای مسعود سهیلی لطف کرده فرستاده، من ازشون ممنونم. تعریف میکنن که روزی قمرالملک وزیری، اولین خواننده زن ایران، سوار بر درشکه به جایی میرفت. درشکه چی از جلوی قهوه خانه ای رد میشود که گرامافونش آهنگی از قمر را پخش میکرد. درشکچی آهی میکشد و میگوید چه میشد خدا به من هم پولی میداد تا میتوانستم قمر را برای عروسی پسرم دعوت کنم. من همینجا سوال میکنم، اون موقع دور قمر و اینها رو دعوت میکردن توی عروسی ها برن بخونن؟ تو جامعه ای که خوندن خواننده‌های زن حتی تا دوره مرضیه، حتی تا دوره حمیرا، ماجرای مهوش، همه ما میدونیم، اون موقع اینها دعوت میشدن تا برن تو عروسی ها بخونن. قمر میگوید، اون درشکچی میگه که ای کاش قمر میومد خونه پسر ما عروسیش مثلا میخوند. قمر میگوید خدا را چه دیده ای، شاید قمر در عروسی پسر تو هم آواز بخونه. درشکچی از سر حسرت آهی کشید و گفت ای خانم، قمر کجا و عروسی پسر من کجا؟ تا پولدارهایی مثل تیمورتاش‌ها و حاج ملک و تجارها هستند. اجازه بدید چه اینجوری شد؟ بله، مال فیسبوک میگه دوباره کنکت کنید ببینید چرا میگه. یک لحظه دوستان، اگه کسی بخواد برنامه‌های خودش و ویدیوهاش روی فیسبوک و اینها پخش کنه، این کار شدنیه الان، و اگر بخواد ما یادش بدیم $100 باید هزینه کنه، و اگرم نه خودش بره یاد بگیره این کار میشه. و برید ببینید، همون مثلا روز چهارشنبه با آقای یزدان خدابندلو نشون دادم، بیش از 6000 خورده نفر اومده بودن ویدیوی ایشون رو تماشا کرده بودن. بعد بهش گفتم حالا شما هی میای تو برنامه‌هاتم تبلیغ وبسایت‌ها و فیسبوک‌های دیگر رو می‌کنی که 90000 تا هستن، 100000 تا هستن،
برو ببین اونجا همچین بیننده هایی هست. و برای من جالبه ایشون ویدیوهای اینو اونو میذاره، ویدیوهای خودش رو وبسایت خودش روی فیسبوک خودش نمیذاره. برگردیم به قمر در درشکه و قمر در عقرب، میگفتن قمر در درشکه و اینکه درشکه چی بهش میگه که بله هستن کجا دست ما به دامان قمر میرسه، میگه اون همیشه معمولا مهمونی های تیمورتاش و حاج ملک و تجارها و اینا هستن. قمر پس از دلداری دادن به درشکه چی از کم و کیف عروسی و زمان مکان آن با خبر می شود و می فهمد که عروسی دو روز دیگر در خانه‌ای در جنوب تهران است. صبح روز موعود قمر همه مقدمات یک جشن مجلل را از فرش و قالی و میز و صندلی و شیرینی و میوه و برنج و روغن و دیگ و دیگور، کلی وقت بود این دیگ و دیگور دیگورش رو نشنیدم، آماده می کند و به چند تن می دهد که به خانه محل عروسی ببرند. کارگران پیش چشمان اجازه بدید من این قطع کنم ببخشید پیغام بذارید کارگران پیش چشمان حیرت زده درشکچی و اهل خانواده خانه را به نحو زیبایی تزئین و چراغانی می کنند. طرفهای غروب قمر با ارکستر خود و همچنین یک دست مطرب روحوزی وارد شده و با ورود او شور و قوغایی در محله به پا شده و مردم برای دیدن او به پشت بامها هجوم میبرند. درشکچی خود را روی پاهای قمر میاندازد و قمر او را بلند کرده و میگوید این هم قمری که آرزویش را داشتی و بدان که من هرگز یک تار موی شماها را به 100 تا از آنها که اسمشان را گفتی عوض نمی کنم. و بعد از خواندن چند دهن آواز جانانه و هدیه دادن به عروس و داماد به مطربها می سپارد تا آنجا که ممکن است مجلس عروسی را گرم کند و خود آنجا را ترک می کند. استاد شهریار در مورد این داستان از زبان صاحب مجلس چنین زیبا سروده است: از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست، آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست، آهسته به گوش فلک از بنده بگویید چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست، آری قمر آن قمری خوشخوان طبیعت آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست، شمعی که به سویش من جان سوخته از شوق پروانه صفت باز کنم بال و پر اینجاست، تنها نه من از شوق سر از پا نشناسم یک دسته چون من عاشق بی پا و سر اینجاست، هر ناله که داری بکنه ای عاشق شیدا جایی که کند ناله عاشق اثر اینجاست. مهمان عزیزی که پی دیدن رویش همسایه همه سر کشد از بام و در اینجا ساز خوش و آواز خوش و باده دلکش، آی بی خبر آخر چه نشستی خبر اینجاست، ای عاشق روی قمر ای ایرج ناکام برخیز که باز آن بت بیدادگر اینجاست، ای کاش سحر ناید و خورشید نزاید کم شب قمر اینجا قمر اینجا قمر اینجاست. منظورش از ایرج من نمیدونم کیه، شهریار که اسمش ایرج نبوده. درست جیمی وست بود، میدونید که این آقای جیمی وست بود، آقای ماز جبرانی، کمدین خوبمون. ما الان کمدین های ایرانی الحمدلله کم نداریم و آدم هم باید خوشحال باشه تشویقشون کنه. مکس امینی رو داریم، اون آقای جلالی رو داریم، اسلام شمس رو داریم، و ولی هر کدومشون به اصطلاح روش و چیز خودشون رو دارن. من این مکس امینی و ماز جبرانی رو بیشتر دوست دارم. و ماز جبرانی بعد از 10 سال تلاش یه فیلمی ساخت به نام ساخته به نام جیمی وست بود. این بار نوشته که Back in San Francisco، SF یعنی سان فرانسیسکو، و براش نوشتم که خیلی خوشحالم که این فیلم هات باز داره دور میزنه توی سینماهای مختلف و منتظرم که DVDشم بیاد، ما هم با DVD بتونیم نگاه کنیم و بیشتر لذت ببریم. و براش نوشتم انقدر داری پول میسازی که شما هم مثل آدل هست خواننده، همون آدل خودمون، آدل خواننده انگلیسی که پریروز اعلام شد ایشون تصادفاً
اشتباهاً 5 میلیون دلار به خودش بیشتر از اون چیزی که به IRS گفته پول داده. IRS هم یقش گرفته، گفته فعلا 2 میلیون دلارش بده بیاد تا ببینیم حالا برای جرمم قائل بشیم یا نه. و اما مقام آمریکایی رسما برجام‌های بعدی را تعیین کرد. امروز باز دیدم که آقای حسن دایی نشسته، ببینم که دوستان چی نشستن. سوری جان دارم روی تلفن دستی تماشات میکنم. مرسی کامران عزیز، پرچمدار تکنولوژی در جامعه ایرانی در فضای مجازی هستید. نه بابا، اگه پرچمدارتون من باشم کامران، وای به حال شما. ولی داشتم اینو میگفتم، اتفاقا دیروز برای آقای رادخو نوشتم من واقعا متاسفم. خب این کار خوبیه که شما با چند تا جوان توی اروپا توی جای دنیا به اصطلاح در رابطه هستید و اینها ویدیو درست میکنن، ولی خودتون واقعا برید این ویدیو رو نگاه کنید، ببینید مایه خجالت نیست که با این تکنولوژی که در دسترس ما هست شما ازش استفاده نکنید. آقایون ملت، شما بگید 150 میلیون 500 میلیون خمینی از کارتر پول گرفت، آقای چی هم بیاد بنویسه خامنه ای رفته نمیدونم دانشگاه روسیه، مامور روسیه بوده. خب این نشون میده که اینا چجوری تونستن هم با روسیه در تماس باشن، هم با آمریکا در تماس باشن، هم پول بگیرن. و من و شما شاهد بودیم بابا اینا با شبنامه و با این نوارهای کاست انقلاب کردن. چرا گول خودتون میزنید؟ اون وقت شما امکانشو دارید، ببخشید اینو میگم، مفتخور هستید. و الا اگه مفتخور نباشید، آقا 4 نفر 5 نفر اومدید نشستید مصاحبه میکنید، همه تونم دیدم وقتی میخواین صحبت کنید هی اینجوری میکنید. اون یکی بزرگترین ایرادش میگه صدای من هست ولی تصویرم نیست. حالا تصویرت نباشه، حرفتو بزن، ببینیم چی میخوای بگی، چه روشی، چه باید کرد. در اصل برای آقای رادخو نوشتم دوست عزیز، الان امکاناتی هست، شما با یه تلفن دستی با برنامه از تو کامپیوترت میتونی روی فیسبوک برای هزاران نفر، برای میلیون ها نفر، اگه حساب شخصی باشه برای تا 5000 نفر، اگه حساب بیزینس داشته باشی که اونم مجانیه میتونی تا میلیون ها نفر برنامه بذاری. این کارا چیه؟ شما خودتون مسخره کردید. هی نمیدونم من ایل خانم، اون یکی میگه من بیل خانم. آخه ایلی کجاست که شما خانش هستی؟ این مسخره میکنن اینجا، میگن همه رئیس قبیله هستن ولی هیچی قبیله وجود نداره. در صورت مقام آمریکایی رسما برجام‌های بعدی را تعیین کرد. آقای حسن دایی هم هی میشینه میگه که این آخوندا به جای نمیرسن. خب آقا این آخوندا به جای نمیرسن، شماها که اینقدر باهوش هستید، شما و برادرتون اینا مجاهده، خب برید یه کاری کنید به جای برسید دیگه. با آقای رضا پهلوی باهوش، با دیگه کیا هستن ماشاءالله این همه جنبش ما. امروز با آقای دوشوکی تماس گرفتم، چون ایشون برخلاف خانم گیتی کاوه مخالف این هست که انگلستان جدا بشه، ببخشید موافقه، میگه باید جدا بشه. و بهشون گفتم بیاین امروز یا دوشنبه صحبت کنیم، گفتن در سفر دارن، میرن سفر، الان هم توی میتینگی هستن، وقتی برگردن امیدواریم در این رابطه صحبت کنیم، چون هم مسئله این قتل نماینده مجلس در انگلستان بود، هم صحبت خانم گیتی کاوه بود، هم گفتیم یه طرف هم این ور داشته باشیم. ما سعی میکنیم که این تعادل رو رعایت کنیم. روز دوشنبه قرار هست با دوستمون آقای علی ترابی برنامه داشته باشیم درباره مسیحیت. ایشون گفت که ضمناً یکی از این خانم هایی که تقریبا نقش آخوندای مسیحی رم داره اونم حاضر بیاد. گفتم امروز براش تا امروز خبری نشده، شما با تماس بگیرید، من بهتون اسکایپ هم بدم، با هم اسکایپ کنیم، صدا و تصویر رو امتحان کنیم. اینها این علی دوست نازنینمون آدم خوبیه دیگه، حالا مسیحی هم شده فکر میکنه خوبتر شده. میگه که ایشون امتحان داره. میگم علی جان آخه دیروز نمیدونست که امتحان داره؟ چرا گول خودت میزنی؟ اینها میدونن با کی طرفن، در میرن، صندلی داغه. ضمناً حالا که میدونن با کی طرفن، دوستان برای من گفتن که این تیمور لنگ، آقای شهشهانی که بهبهانی بوده، بعد میگه که نه ما شهشهانی هستیم، میخواد خودش یه جور بچسبونه در کون شاه الله. یا به من گفتن که ایشون شکر خورده. بعد گفتم که ببین، اولا اینقدر ترسوه که جرئت نمیکنه اسم من و اسم تلویزیون بیاره، چون اینقدر به خودش به اصطلاح اطمینان نداره. بعد
این قبلا هم نشون داد، همون موقعی که اینجا شعبون بیمخ داور شده بود نشون داد که مثلا به من حمله کرد، اصلا من فکر میکردم این دوست منه، ولی آقای شهبازی محافظ شاه گفت این حرومزاده، این به تو حسودیش میشه. به کجا رسیدی بدبخت؟ لیلا خانم از ایشون سوال کن، شدی شعبون بیمخ داور، به کجا رسیدی؟ اگر همین سربی نبود امروز نمیتونستی حتی از آقای شهرام همایون 45 دقیقه برنامه بگیری. حالا چون 45 دقیقه برنامه گرفتی مجبوری بشی شعبون بیمخ شهرام همایون. شهرام همایون میگه برو مچ پای آقای دورمانی رو بگیر، میری مچ پای دورمانی رو میگیری. این خود آقای نادر دورمانی و تلویزیونش و اینا به من بدهکارن، آقای کاردان و همین رضا پهلوی و اینها. دوستان ببینید اینا کارشون درست نیست، ولی من دارم بهتون میگم اگر اینا تونستن جرأت کنن بیاد با شهامت اسم ببره که بله آقا این یه آقای معتاد بیکاریه و تنها شانسی که تو زندگیش آورده اینه که اومده اینجا یه خانم تنهایی رو گیر آورده، باهاش ازدواج کرده، گرین کارت گرفته و از پای اون داره میخوره. اون خانم بازنشسته، نمیدونم افتاد زمین کمرش درد میکنه، اون بیچاره کار میکردین همش داشت عرق میخورد و علف میکشید و لات بازی در میبرد و دعوا میکرد و چاقو ندیدم اینجا بکشه، ولی سابقه زندانش و نمیدونم دستگیری پلیس شون هست. و اما ایران پرس فیلم گفته که فیلم روزداری خبر خوش برای بیت رهبری. یه آخوندی گذاشتم روی فیسبوک، دوستان من فیسبوک رو شما رو با این خبرها به اصطلاح بمباران نمی کنم، روزی دو تا سه تا مطلب میذارم و به همین دلیل هم هست که از دوستانی مثل آقای یزدان خداوندلو خواهش میکنم فقط در رابطه با این مطالبی که ما میذاریم شما صحبت کنید تا یک جای درست حسابی باشه. وقت آقای یزدان خداوندلو، اون روز خیلی از دوستان گفتن آقا این آقای خداوندلو کاملا اشتباه میگه در رابطه با روش استفاده از فیسبوک، در رابطه با تعریف صفحه شخصی یا پروفایل، صفحه بیزینس یا پیج، که اینا من نمیدونم چرا اسمش اینجوری میکنه. در صورت اونها با من موافق بودن و هنوز یک نفر نبوده که با من مخالف باشه. و این فیلم رو گذاشتم اونجا، حتما برید ببینید. بذارید من ببینم که اینجا چی پیدا میشه. ببینیم این گوگل پیامی که گذاشتید، چون شماره ندارید بعد از برنامه گوش میدم. ممنونم. در صورت اون دوستی که زنگ زد، برگردیم باز به پرونده امروز ببینم من نامه آقای بیژن خلیلی رو میتونم پیدا کنم که شرمنده نشم. اینجا آقای بیژن خلیلی، بله بذارید من اینجا بنویسم که در این رابطه صحبت شد، به قول آقای مینوی دوباره صحبت نکنم. بله، آقای بیژن خلیلی به من اینجوری پاسخ دادن: جناب سربی گرامی، با درود، با سپاس از محبت شما که یادی از من و شرکت کتاب و ایران شهر رو یلو پیج جیوی کردید، لازم از چند موضوع را یادآوری کنم. یک، شرکت کتاب افتخار دارد که بسیاری از آنچه که در یلو پیج جیوی انجام شده و خود انتشار یلو پیج جیوی شرکت کتاب افتخار دارد که بسیاری از آن چه که در یلو پیج جیوی انجام شده و خود انتشار یلو پیج جیوی از ابتکارهای این شرکت بوده که در زمان خود بی‌نظیر بوده است، به این عبارت که این کار هرگز توسط نه فقط هیچ مؤسسه ایرانی انجام نشده بود، بلکه توسط هیچ مؤسسه آمریکایی نیست که خالق یلو پیج می باشند صورت نگرفته بود. یلو پیج جیوی سبب شد شرکت کتاب بتواند تقویمی را تقدیم جامعه، خب همینجا وایس آقای خلیلی چون قبول دارم، چرا آمریکایی‌ها یلو پیج جیوی درست نکردن؟ شما یلو پیج جیوی رو درست کردی که همراهمون باشه، درسته؟ آمریکایی که یلو پیج معمولیش انقدر بود، اگه میخواست جیوی درست کنه باید یه کیفی همراهش میگرفت میبرد، خب همونو میذاش تو کیف. بعد آمریکا شما اگه تو خیابون بودی هر جا یلو پیج رو میخواستی تو تلفونا یلو پیج آویزون بود. بله این ابتکار شما بوده برای ایرانیا، ولی به اشتباه نگو حتی آمریکایی هم این کار رو نکردن، آمریکایی احتیاج نداشته، ولی شما چون آدم سمارتی هستی
کلیمی بیزینسمنی هستی، آفرین بر شما، این فکر کردی خیلی هم خوبه که طرف تو جیبش باشه. حالا که ایرانیه اگه گم شد تو خیابون زنگ بزنه به یه وکیلی، به یه تاکسی، به یه دکتری، ازش کمک بگیره. مرسی. ولی هی نگید ما اولین بودیم. حالا بودیم که بودیم، چه کار کنیم؟ آیا شرکت یلو پیج که به فکرش نرسیده که یلو پیج جی بی چاپ کنه باید بیاد به شما امتیازی بده؟ اینا همه چی داشتن. 411 زنگ میزدی خونه مستر فلانی، شماره شو میداد. اداره فلانی شماره رو میداد. برمیگردوندی 100 تا دفتر، 100 تا دروغ میگم، 10 تا دفتر اونجا بود. یلو پیج، وایت پیج، بلو پیج، نمیدونم هزار تا سرویس. اینقدر خودمون رو باد نکنیم. میترکیم ما. دیدید شاه هی فش 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 خودشو باد کرد، یه دفعه یه سوزن خورد بهش، فش. و از سوزن که میخوره به چون باد با سرعت میره، شما میری از این ورمون بر. خب یلو پیج سبب شد شرکت کتاب بتواند تقویمی را تقدیم جامعه ایرانی بنماید که آیین‌های اکثریت قریب به اتفاق باورمندان و همچنین غیر باورمندان در سرزمین ایران را پاس دارد و این یعنی به کار بستن پیام جهانی کوروش کبیر. اگه خواستید من در این رابطه باهاتون صحبت میکنم. یعنی چی پیام جهانی؟ آقا حرفای این آقای ضیاء صدرالاشرافی رو گوش کنید. این مزخرفات چیه که شما فکر میکنید روی تیکه خشت انقدی همه این چیزای دنیا چه تفاوتی داره؟ شما که کلیمی باشید بگید تو تورات پاسخ همه پرسش ها هست، اونی که حزب اللهی باشه بگید تو قرآن پاسخ همه چی هست و دیگه کتاب احتیاج نداریم، اونی هم که شاه اللهی باشه بگید تو این تیکه خشت و توی نمیدونم چیز پاسخ همه مشکلات دنیا و حقوق بشر هست. نکنید این کار. آقای بیژن خلیلی، شما از یه اعتبار خاصی توی جامعه ایرانی برخوردار هستید، خودتون اینجوری خراب نکنید. تازه مدرکم ننویسید بدید دست من. منه که میشناسی. این دوستمون گفتم من یه چیزی میگن، میگه مثل سگ کجا قریب خودی حالش نمیشه، خانم نیر نوشته بود مثل سگ نازی آباد. ممنونم. من مثل سگ نازی آبادم، قریب خودی حالیم نمیشه. حالا نمیخوام بگم ای کاش نیر خانم هم اینجور بود. نیر خانم اگه رضا پهلوی دروغ میگه، اگه من و شما رفتیم تو دادگاه یه چیزی دروغ گفته بود، قسم خورده بود 20 تا دروغ گفته بود، باید بگیم آقای قاضی حالا ولش کن بره. ما بگیم نه آقا این دروغ میگه، حق با اون بیچاره است، حق با شهناز، خواهر بزرگتر اینه. که اون وقت ببینید شاه چقدر عقب افتاده بود که دخترش رو در چه سالی به همسری این چیز زاهدی در آورد. اون وقت ما میگیم عمر نمیدونم دختر اونو گرفت، اون چه فرقی داره؟ شاه هم چون خودش رو بدهکار پدر زاهدی میدونست، تاج و تخت رو بهش بخشیده بود، دخترش رو داد به این. البته همین دختر یه مدتی به اصطلاح قیمومیتش دست علم بوده. گویا خانم فرح پهلوی نه اینکه مادر خوبی نیست، زن بابای خوبی هم نبوده. چجوری میتونی وقتی مادر خوبی نباشی زن بابا؟ تازه اونایی که مادر خوبی هستن باز به زن بابا که میرسن کارشون چرخشون پنچر میشه. خب یلو پیج جی بی سبب شده. بله به خاطر این یلو پیج اصلا پیام کوروش شما نمیدونید بین ما ایرانی‌ها که پخش شده دیگه دروغگو نداریم اینها، هیچ آمریکایی هم از این استفاده میکنه. 3 لازم است خبری به شما بدهم که هنوز، یعنی پس از گذشت چند ماه از نوروز، ایرانیان از گوشه و کنار آمریکا که آوازه تقویم شرکت کتاب را شنیدند یا مراجعه به شرکت کتاب یا خرید از وبسایت شرکت کتاب و یا سایت آمازون، همچنان علاقمندی خود را به این تقویم منحصر به فرد ابراز می‌دارند. اینم یه تبلیغ مجانی برای شما دوستان. اگه این تقویم رو ندارید با شرکت کتاب تماس بگیرید. 4 تیراژ ایران شهر هرچند ممکن است از نظر شما کم باشد، ولی گمان می‌کنم با مقایسه با هر یک از نشریات دیگر در لس‌آنجلس تیراژش بیشتر باشد و به همین دلیل من آن را اعلام می‌کنم و دیگران خیر. ضمناً ایران شهر هر هفته برای 25,000 ایمیل ارسال می‌شود که از این نظر تیراژ خوانندگانش را چندین برابر می‌کند.
درست میگن، منم میگیرم اون ایمیلای ایران شهر رو. و البته باید به عرض برسانم که خوشبختانه تعداد بازدید کنندگان از سایت خبرگزاری ایران شهر از مرز 200,000 نفر در ماه گذشته است و این نشانه اقبال مردمی است از دستاورد، این نشانه اقبال مردمی است از دستاوردهای این نشریه و این خبرگزاری. 5. تولید ایران شهر و هر رسانه دیگری به زبان فارسی، چه کوچک و چه بزرگ، برای ادامه حضور زبان فارسی در خارج از ایران باید مورد پشتیبانی همگان قرار گیرد و نه آن که فقط با صرف حتی کم بودن تیراژ مورد عتاب و سرزنش قرار بگیرد. آقا من که برات تشویق کردم، به مردم میگم که باید بیشتر بگیرید که ایشون اگر 500 تا چاپ کرده بکنه 1,000 تا، اگه 1,000 تاست بشه 5,000 تا، 5,000 تا بشه 10,000 تا. ما نگفتیم چرا شما کم چاپ کردی، ما میگیم چرا مردم نمیان بگیرن. تفاوت این خیلیه، شما که ماشاءالله استاد من هستید. بله، بر اساس همین اندیشه شرکت کتاب در تمام 35 سال گذشته پیش قدم شده است و آگهی همه همکاران مطبوعاتی را در انتشارات خود چاپ کرده است و در 08 مرکز اطلاعات ایرانیان نیز به آنها تمام و کمال بدون هیچ گونه چشم داشت مالی خدمات خود را عرضه کرده است. نمونه آن آگهی و نام تلویزیون مردم در یلو پیج ایرانیان، در یلو پیج آنلاین ایرانیان، در یلو پیج جی بی ایرانیان، در یلو پیج جی بی آنلاین ایرانیان، در 08 تلفنی ایرانیان و در 08 آنلاین ایرانیان در چندین سال گذشته قرار داده است. ایشون کاملا درست میگه، من از این بابت از ایشون ممنونم. به گواهی خود ایشون، از موقعی که من توی تلویزیون ها شناخته شدم، چه اون موقعی که تلویزیون رنگارنگ بوده، تلویزیون ما تیوی بوده، تلویزیون یو تیوی بوده، هرچی، هر وقت که فرصتی پیش اومده از آقای بیژن خلیلی به عنوان یک آدم آگاه استفاده کردم. البته ایشون وقتی که به دین کلیمی و یهودی و باورهای اسرائیل میرسه، من قبول دارم که ایشون متعصبه و اگر بخواین آقای خلیلی در این مورد باهاتون من حاضرم مناظره کنم و شما با خیلی خوشحال باشید، چون شما دانشمندی، من بی سوادم. میخوام ازتون سوال کنم، آیا ایران کشور مذهبیه یا اسرائیل کشور مذهبیه؟ آیا مجلس کنسای شما مذهبی نیست؟ ازتون میخوام سوال کنم، آیا شما نقشه ای دارید که مرزهای اسرائیل رو خط کشی کرده باشه؟ آیا اسرائیل قطعنامه ای رو زیر پا گذاشته؟ چرا؟ آیا یونایتد نیشن رو شما قبول دارید؟ اگه قبول دارید چرا قطعنامه ها رو زیر پا گذاشتید؟ اگه قبول ندارید چرا هر وقت یک کسی چی میشه میدوید میرید به اون شکایت میکنید؟ گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، یا فقط جایی گفتیم که برامون دست زدن، یا جایی بوده که سودی داشته کتابی فروختیم. دعوتنامه شما باز. در صورت با امید به پیروزی همه انسانها بر جهل و تاریکی و به امید ایران آزاد و آباد، پاینده ایران، بیژن خلیلی. ممنونم از شما. من معمولا سعی میکنم قسمت اول اون دوستمون که پیام میذاره بخونم، ولی حالا خیلی از شما هم میگید آقا ما قرار بود سربی با مردم باشه، شما 10 دقیقهش ایشون میاد، نیم ساعت آقای فلانی میاد، یه ساعت آقای خدابندلو میاد. این کارو میکنم در حین برنامه، میگم که ایشون لطف کرده این پیامو فرستاده درباره یک نمایشی که خانم ها شکایت میکنن به خدا که خدا اگر نمیتونی دنیا رو درست کنی، خب ما دیگه نماز روزه به بارگاه و درگاه تو نمیذاری. این تفاوت درگاه و بارگاه و پیشگاه و اینا هم یه چیزایی که خیلی دوم و درازه. خب ببینم دیگه چی دارم براتون. joemoveon.com چشم، اوکی. و بیایم اینجا ببینیم که در قسمت پرونده برنامه های زنده پیام عباس، قمر رو گفتیم، ماز جبرانی رو گفتیم، ایران پرس رو گفتیم، اون رو گفتیم. و اما این دوستمون، این هم یک خبر تأسف بار، حقوق ماهیانه خلبان جنگی 1,400,000
تومان و حقوق رئیس بانک رفاه 230 میلیون تومان. از اوباما هم بیشتر، کارمان از خرابی هم رد شده. ممنونم، ولی ناراحت نباشید دوستان. میخواین من به شما بگم امروز هر کدومتون بیشتر از 5 میلیون دلار ثروت دارید؟ حتما میگید این سربه دیوونه شده، هوا گرم شده تو ویرجینیا، دیگه نه کت و نه شلوار و نه کراوات، حتما شورت و شلوارم پاش نیست، لخت نشسته جلو ما، حالا دیوونه شده این حرفا رو میزنه. من بهتون ثابت میکنم که شما امروز بیشتر از 5 میلیون دلار دارایی دارید. رضا زراب یادتون میاد؟ اون پسر جوانی که با یه خواننده ترکی ازدواج کرده بود و همه جوانا مخصوصا حسرت میخوردن که نمیدونم ما نمیتونیم نامزد داشته باشیم، نمیتونیم ازدواج کنیم، ولی این ببینید رفته ترکیه با نمیدونم به این خواننده زیبا ازدواج کرده و چنین چنان. امروز که من و شما صحبت میکنیم در زندانه و قاضی گفته شما حتی اگه 5 میلیون دلار، وکیلش گفته این 5 میلیون دلار نقد میذاره، آزادش کنید توی خونش زندانی باشه، حبس خانگی، مثل اون چیزی که برای آقای موسوی و آقای و یکی دیگه کروبی و اینا هست، بعضیا به اشتباه میگن کهروبی، کروبی، و اینجا یه پابند میبندن به پاشون که موج میده و بماند. قاضی گفته نخه اون هلایه. پس ببینید شما و من، ما 5 میلیون پول داریم دادیم آزاد اینجا داریم میگردیم، تازه پامونم نبستن که اگه حمام میخوایم بریم با دورش کیسه پلاستیک کنیم، یه وقت شاک بهمون نده فلان اینا. خیلی نگران پول نباشید، اگه پول دارید پول آفته، پول بلای جونه، بفرستید بیاد داریم. خب از اون طرف خاوری یادتونه رئیسی بانکی بود، مردی که پول ورشته بود اومده بود کانادا، زن و بچه و اینا رو آورده بود با پسرش و اینها. برید بخونید، آقای سعید سلطانپور امروز نوشته بود که خاوری با شریکش به هم چیز شدن، مشکل مالی دارن. حالا اینا چه کار میکنن؟ چون این آدم ها دوزن، چون این آدم ها معمولا آدم های بدی هستن، بزهکار، این کلمه بزهکار من قدیما چون نقطه میمد روش میخوندم بدهکار، میگودن چه بدبخت بدهکار رو اینجوری مینویسن، بزهکار هستن، معمولا سر همدیگه هم کلا میذارن، اولی که با هم هستن سر دیگران کلا میذارن، و وقتی دعواشون میشه این میره گزارش میده که این کارا رو قلابی کرده، این میره گزارش میده، دوتاشون پدر هم دیگر رو در میارن. یادتون اون ماجرایی که دو نفر دزد خری دزدیدن یا چیزی دزدیدن، سر تقسیم آن به هم پریدن و نفر سوم آمد زد و برد. نفر سوم اینجا کیه؟ کانادا وکیلا هستن. بهتون گفتم بدبخت 49 نفر گی و لزبیان کشته میشن، که حالا تازه یکی یکی معلوم شده، دیشب تازه گفت این آقا خودش هم گی بوده، عکساشو برای این و اون میفرستاده، اصلا هیچ رابطه ای با ISIS نداره. حتی مردم میگن مگه شما نگفتید این پیام گذاشته که گفته من به دستور ISIS این کار میکنم؟ پیام این پابلیکه، پخشش کنید، فعلا پخشش نمیکنه. معلوم شده این آقا اونجا رفت و آمد داشته، مهم نیست، هر کسی مال خودشه، بره بده بره بگیری، به ما مربوط نیست. ولی سوء استفاده است. اولا خب برای این گی و لزبیان ها و اینا خیلی بهتر شد، آقایی که حتی فرماندار یه جایی بود میگو اینا تخن و اینا اخن و فلان، الان آمده گریه میکنه میگه من بچه که بودم مدرسه میرفتم به اینها بدرفتاری کردم، ازشون عذر میخوام. از اون برم سازمان ها چپ و راست اون بلیت هواپیما میده، اون خونه میده، اون فلان میده، که هیچ کدومش جبران این غم از دست دادن عزیزان از بین نمیره. ولی میخوام بهتون بگم که همون تغاری، یا ما شیرازی ها میگیم تغار، شما میگین تغاری، تغاری بشکند یا تغاری بشکند ماسی بریزد، به نفع اینا میشه. این بدبختی خانواده میره اورلاندو، بچهش رو سوسمار، نهنگ، نهنگ نه، الیگیتور میاد برمیداره میبره، بچه هم خفه کرده، بردتش زیر آب خفه شده، نخوردتش، تیک تیکش نکرده، به نفع کی شده الان؟ به نفع وکلا. فوری وکلا دویدن آقا این باید تابلو میزد فلانی. خب مگر والت دیزنی شرکت به این بزرگی ککش میگذه که مثلا 10 میلیون 100 میلیون بده به اینا؟ ولی میخوام براتون بگم که این ماجراها اینجوریه. الان هم که توی مجلس 15 ساعت وایساد، طرف فیلیباستر کرد و وایسادن، اونای دیگه هم بهش پیوستند و تازه قرار شده در این باره صحبت کنیم،
مثل موقعی که شما عاشقی و میخوای ازدواج کنی، بابات میگه حالا برو فعلا این نونه رو بگی بیا، بعدن با هم حرف میزنیم. یعنی حقیقتا باید حرف نمیزنیم، برو نونو بگی بیا. اینا هم همینه، فعلا برو کارتو بکن. این وسط اسلحه فروشی و وکیل و سازمانهای دیگه افتادن به جون مردم و قیمت چیزها رفته بالا. چی میگن این مال استاک مارکت کارخونه های این اسلحه ساز. خب ساعت شد 3:15 و اما دیدید ما همش افتخار میکردیم که خدا رو شکر تا حالا ایرانی تروریست نبود و اینها، یه دوتا تا اینور اونور پیدا شد. حالا چند روز پیش خوندم که یه ایرانی توی والمارت مثل که زده این اونو کشته، بعدم خودش کشته شده، ولی خبرات جایی درز نکرد. چون ما ایرانی ها فقط به اون افتخار میکنیم که یه سیارکی رو، ستاره کورکی رو یه جایی کردن به نام آقای فیروز نادری یا نادر فیروزی، با منانم که اون بود پهلوان. ولی اگر یه اشکالی بود نمیایم بگیم یه ایرانی بدبختی که با امید و آرزو اومده آمریکا، خدا میدونه چقدر بهش فشار اومده که اینجا واشته با اسلحه زده اینو. بذار من ببینم میتونم پیداش کنم. Iranian killed in، فکر کنم والمارت بود، یا immigrant محمد مقدم، take hostages at Amarillo والمارت. سه روز قبل، بذارید هاستج یعنی رفته گروگان گیری کرده. آقا دیگه خیلی هم استاد گروگان گیری. بله، شما این رو یه دونه از این خبرگزاری های با موج و بی موج و اینها گفتن. آقای بیژن خلیلی من از شما سوال میکنم، آیا خبرهای اینجوری اون آقای ایرانی تو کانادا اگه اشتباه نکنم با تبر زنشو تکه تکه کرده بود، اینها رو هم شما در ایران شهر میزنید؟ اینها هم آیا فرزندان کوروش هستن یا نیستن؟ یا این چون اسمش محمد، فامیلیش مقدمه، محمد که میگید حتما عربه، این فامیلی مقدم هم لابد میگید مال کارخونه پارچه بافی مقدمه. من چه میدونم والا، شما برای هر چیزی جواب دارید. این چرا اینجوری میکنه چشمک میزنه؟ خب بله، ایمیگرنت محمد تیکس هاستجز، وقتی هم هاستجز میگه یعنی جمعه، توی والمارت، ایز شات دد بای پلیس، پلیس رفته زده دخلش رو آورده. خیلی هم بهتر، من اینقدر خوشحال میشم وقتی که اینایی که این کارای ببخشید حالا یا اسمشو خربازی میذاریم یا حماقت میکنن، خودشون هم موقع یا کشته میشن یا خودشون میکشن نجات میان دیگه. ما اخبار یکی هی میگه بریکینگ نیوز، خبر 6 ماه پیشو بهت میگه بریکینگ نیوز، فلانی امروز اومد دادگاه الکساندریا، اونجا هم فوری گفت من عقلم کار نمیکنه، یا اونجا فوری گفت تقصیر من نیست که، تقصیر اونه که اومده رفته جلو اسلحه من. از این مکافات ها. محمد مقدم an immigrant came to Amarillo with his family 8 years ago، 8 سال پیش اومده اینجا. immigrant services from Amarillo would not discuss، میگه این اداره مهاجرت اینها نمیگن این چیزا رو. بله اینجا از لحاظ قانونی یه چیزای شخصیه، حتی اگه شما جرم کرده باشی، بزهکار باشی، جانی باشی، باز یه حریم شخصی داری که اون رو طرف نمیتونه در اختیار دیگران بذاره مگر بعدن قانون و اینها بهشون اجازه بده. محمد مقدم، ببینیم این فامیل آقای سعید مقدم نیست که اتفاق مقدمات توی ایران هم یه سریشون فامیل ما هستن، اونایی بودن که میدون فوزیه پارچه فروشی داشتن، یادتونه میدون فوزیه پارچه فروشی مقدم، برادر آقای مقدم بزرگ به قول معروف یا صاحب کارخونه، اونا فامیل ما بودن از لحاظ چی میگفتیم، سببی، نسبی، خونی، که چی چیه میدونم بالا. خب بریم سراغ این دوستمون که اولا میخوام دنبال ایمیلش میگردم. یه دلیلی که من صدای ایشون رو نگذاشتم اینه که یه ایمیلی فرستاده بودن و من میخواستم همون ایمیل رو بخونم، هم بهشون پاسخ بدم هم پیامشون رو پخش کنم. و بهشونم گفتم هر وقت لطف کردید، دوست داشتید، بیاین خودتون رو معرفی کنید به دوستان، بگید کی هستید کی نیستید، تا ما هم بدونن، یعنی من که میدونم، دوستان بدونن با کی طرفن. ایشون نوشته جناب سوربی سلام، این چند نکته را به اطلاعتان میرسانم، اگر نمیشود فیلم های یوتیوب را نمایش داد لطفا آدرس صریح آن را اعلام کنید تا بینندگان با پیشنهاد شما خود دنبالش بروند. آفرین،
ببینید ما همه چیز رو نمیدونیم. من میام میگم آقا اینجوری اشکال، شما میگی خب این کارو بکن، این فکر خوبیه، یه عکس از اون میگیرم، زیرنویسشم می‌نویسم، لینکشم رو عکس میذارم. هر وقت شما یه فیلمی از یوتیوب خواستی نشون بدی خارج از برنامه من میتونیم اونو ضبط میکنیم، مثل همین فیلم های کانون آوا همشو اینا گذاشتن رو یوتیوب، من پخش کردم 2 ساعت. ولی اگر بخوایم وسط برنامه من پخش کنیم، دیدید براتون تا فرستادم کپی رایت فرستاده بود که همون یه تیکه‌ای که من فیلم نشون دادم این عربه رو سر اون خانم جوان پول ریخته، ولی اون فکر شما میکنید بعد عکسشو گرفتیم لینکشو نشون دادیم، این سند این مدرک شما برو باقیش پیدا کن، ما که دبستان نیستیم نشون بدیم. اینجا دانشگاهه، دانشگاه این همه آقایون نتونستن باز کنن، ما دانشگاه مردم باز کردیم. خب بسیار فکر خوبیه. و اما من روز در برنامه‌ام راجبش گنجشکک اشی و مشی خوندم و فرهاد مهراد، ایشون نوشته فرهاد مهرداد متولد بغداد بود، عربی بلد بود، سرودی در اول انقلاب خواند که در آغاز به عربی میگفت محمد گفتی حکم با کفر میماند و حاکم با کفر میماند و با ظلم از بین میرود. من فکر میکنم اسم ایشون فرهاد مهراد باشه. من فکر میکنم اون شعر و آهنگ و اینها را آقای اسفندیار منفردزاده و دیگران گفتن و صرفا به این دلیل که ایشون بلد بوده عربی نبود. فرهاد یک صدایی داشت که اصلا قابل توصیف نیست. 2-3 نفر فرهاد بود، فریدون بود، اینا صداشون اینا یونیک بودن، یعنی منحصر به فرد بودن. در صورت ممنونم، روان شاد و درست شما میگید الحکم یبقا مع کفر و لا یبقا مع ظلم، یعنی حکومت به کفر باقی میمونه ولی به ظلم باقی نمیمونه. ولی ما حالا شاهدیم که مونده تو ایران، همه جای دنیا. خب اکنون این سرود پخش نمی شود و اگر شد این قسمت نخستش را پخش نمی کند. خواهر بزرگش در رادیو تهران و بعداً وزارت خارجه مترجم زبان عربی بود، با او آشنا بودند. فرهاد در اثر اعتیاد زندگی را پایان داد. بسیار خوب کردید که بله اونو بعد خواستید. خیلی متشکر می شوم که جالب و یا بیهوده بودن خوانده هایم را اطلاع دهید. دوستان به شما هم میگن، خودتان هم یک انتقاد و راهنمایی نمایید که خیلی بهتر خواهد بود. من این کار رو معمولا میکنم، براشون نوشتم برنامه شما جالبه از این نظر که من رو از بعدهای از زاویه‌های دیگه نگاه میکنم. بعد شما مثلا یه وقت از دین ایراد میگیرید ولی از اون ور میگید بدون دین هم جهان یک جهان خطرناک و بدی میشه، که مثلا اگه یه روزی ما فرصت داشته باشیم مصاحبه کنیم باهاتون، من میخوام این رو بگم. یه دوستی داشتیم ایرج، امیدوارم سالم باشه، اونم مدت هاست، اون به من بدهکار نیست جمشید، مدت هاست با من تماس نگرفته. در هر صورت اونم میگفت که آی سوربی، من هم مثل شما به این خدا و اون خدایی که اینا میگن و کتاب و اینا باور ندارم. به یه چیزی باور دارم، باید خوب باشی، باید درست بگی، باید حق کسی رو نخوری، ولی اگر برای این بی سوادا، این عقب افتاده ها، این دین ها نبود، ببین اون وقت چه کشت کشتارا میکردن. که من میگفتم آقا با این دین ها که اینا هم کشت کشتارا میکنن. ایرج اگه هستی تماس بگی. خب بله، روز دوشنبه درباره ماه رمضان برنامه برای با درباره این پول ریختن ها بر روی سر خواننده ها و رقاص ها می توانم صحبت کنم که کمی خنده دار هم هست، منتظر خواهیم بود. و اما 6 آقای خدابندلو شهر ندادند روم شرقی استعمار کشورهایی بود که در مساحت های شام و مصر بود. یاد بردن ایشان از محمد الحنیفه فرزند محمد در یکی از نوشته هایم در ماه رمضان خواهد آمد، اما سخنان ایشان در این باره حقیقت علمی ندارد. عکس اولین سکه های اسلامی را برایتان فرستادم، نمایش ندادید. آها، حالا همینجا درد دل من باز میشه. ببینید من اون روزم تو چقدر خوبه که من اینا رو که میگم فقط به شما نیستم. اون روزم تو برنامه گفتم مثلا آقای خدابندلو شما هی یه دونه برای من عکس نفرست، بعد بگو اینا رو میخوام هفته آینده نشون بدم.
شما همه کارات انجام میدی، یه روز دو روز مونده به برنامه این عکس ها رو میفرستی، شماره داره یا اسم داره؟ شماره بهتره، چون شماره شما داری راجع مثلا به محمد صحبت میکنی میگی شماره یک نشون بده، داری راجع به سکه پول نشون میدی میگی شماره پنج نشون بده. دیگه من اینجا نمیخوام برم ببینم حالا سکه رو نوشتم سکه یا نوشتم کوین یا نوشتم پول. شماره دیگه واحد زبان بین من و شماست. دوم از اون از واقعی چیز گفتم، یعنی شما میگی من همینجور 24 ساعت جلو فیسبوک بشینم که شما عکس این دانشمندی که میفرستی من بردارم بذارم، عکس این کتابی که میفرستی بردارم بذارم، اسم اون آقایی که میفرستی. اینجوری نیست که، شما یه پوشه‌ای درست میکنی از امروز تا روزی که برنامه داری مطالب رو مینویسی، بعد میای پاکش میکنی، کدوماش فایده نداره، کدوماش کهنه شد، چیزی که دیروز میخواستید بگید قولتون میدم امروز پاره میکنیم میریزید دور، کهنه شده، یه چیز جدیدتر اومده. بعد دوست عزیز من که نمیدونستم اینا رو برستدید برای برنامه، اصلا برنامه ای نبود، شما قرار بود 4 تا دوشنبه یا 4 تا جمعه در ماه رمضان درباره عبادت، روزه گرفتن، نماز خوندن صحبت کنید، ولی الان ببینید ماشاءالله درباره نمیدونم این نمایش، درباره اون چی بود یکی دیگه نوشته خانم فرح پهلوی اینا. و وقتی که من به شما میگم بیاین همکاری کنید، شما با یه زرنگی خاصی میگی سوربی بیندر داندت. این بیندر داندت آمریکایی‌ها میگن، یعنی من اونجا بودم، این کارا رو انجام دادم، الان دیگه حاضر نیستم دوباره بیام اونجا. این منظورشون به کسی که توی گودی گیر کرده به کی میگی بیخو، میگه نه 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 من اونجا بودم و نمیام کاری نشم. دوست عزیز من به همین دلیل گفتم شما بیاین، دیگری بیاد، ولی اگه قرار باشه آقای یزدان خداوندلو که میاد برای یه برنامه یه ساعتی یه هفته من برای اون کار کنم، شما که میاد نوشته تو میفرسی اونو میفرسی، فرمتش فرق میکنه. ما باید اول سر یه تفاهم برسیم، به شما به من بگی که با چه فرمتی میخوای صدا، من میگم MP3 یا WMV، ولی فرمتی که شما میفرسی اصلا فرق میکنه. اینا رو من باید، اینا کار میبره، اینا وقت میبره. بعد باز برمیگردم من چه میدونستم این سکه ها رو باید نشون بدم در رابطه با چی؟ یه دفعه وسط برنامه‌ام که دارم نقل دروغای رضا پهلوی میگم، یه دفعه بگم راستی اون موقع مثلا اسلام خوب معامله میکرده و سکه هاش نگاه کنید، اصلا مرلب میگن این دیوونه شده یا چیز شده از این موجای مغزی هست. در صورت آیا میدانید که هیچ اثر تاریخی و مطابقت آنچه در تورات درباره موسی آمده کشف نشده است؟ آیا میدانید که تمام تاریخ دینها از تورات به انجیل و بعد به قرآن منتقل شده؟ اینو برای دوشنبه لازم داشتم، ممنونم. آقای علی ترابی، من و تو دوستیم، هم هنرستانی بودیم، شما هم سربازی داداشم بودی، دوشنبه خدای نکرده قهر نکنی یا توی تلویزیون مردم هیچ چیزی، هیچ کسی چیز نیست، مقدس نیست، از خدا گرفته تا شاه و خمینی و شیخ و تا این بنده حقیر تا شما، همه میتونیم زیر سوال ببریم. آقا جیزوس مگه دیوانه بود؟ مگه نمیدونست میکشنش؟ اگه میدونست میکشنش و میره بهشت و اینا، این دیگه قرائت فرا چی بود؟ 3 روز روی میخ باشه، 2 روز روی این باشه، خب میرفت بهشت دیگه. اگه هر کسی با کشته شدن بهش رفتن مأموریتش تموم میشه، چرا اصلا خدا اینا رو میاره؟ یه نفر گفت آقا این نوح دیوانه بوده، بیل مار گفت، گفت که ما قبول داریم داستان کشتی نوح درست که از سر تا پا غلط، آخه این آدما رو سوار کرد، خر و گاو و گوسفند و اینا رو هم سوار کرد برای شیر و لبنیات و اینا، مرض داشت این پشه مالاریا و این پشه فلان اینها رو آورد که امروز تو قرن 21 ما نگران باشیم که این بچه مغزش کلش کوچیکه و مغزش داغونه؟ نمیخونه آقا. من دیروز زور با مادرم بودم و مادر من این تلویزیون آمریکا رو نگاه میکنه میگه وای 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 مادر عجب عجب زندگی شده، این آقای میبینی با دختر خودش خابیده، حالا یه بچه دارن فلان اینها، بعد این دختره با داداشش هم خابیده و اینا. گفتم مادر جون یه کمی آسه برو، نقل امروز نیست، شما پادشاهی های ایران رو میشناختی؟ گواره. گفتم ببین اینا برای که خونشون تمیز باشه، فکر میکردن خون اونا تمیز، خون ماها کثیف، فقط با خودشون ازدواج میکردن، داریم یکیش حتی خواهر خودش گرفته، اون یکی مادر خودش گرفته، اون یکی دختر خودش گرفته،
گفتن این دوستان کلیمی میدونی، چون اینا فکر میکنن چوزن هستن، چیه برتر، اینها فکر میکنن نباید با دیگران ازدواج کنن. خب شما وقتی با دیگران ازدواج نمیکنی میشه یه فامیل، میشه یه قبیله. اون موقع که کلیمیا هم 70 میلیون نبودن که 6 میلیونشو نمیدونم هیتلر کشته باشه، یه چند تا بودن توی یک محلی جایی، این پسر خاله اون، اون دختر خاله اون، اون دیگه حالا نمیدونم نزدیکترش دیگه نمیریم خطرناک میشه. بعد مادرم گفت راستم میگی ها. بعد گفتم آها، گفتم شما که نمازتم میخونی و فلسفه داروین رو قبول نداری که ما از این سلولای تک سلولی درست شدیم و خدا آدم رو انداخت اینجا، بگو حوصله‌اش سر میره حوا رو انداخت اینجا، من نمیدونم خدا نمیدونست که این آدم رو میندازه اینجا چند سال حوصله‌اش سر نمیره، مرد تنها لخت توی باغ، بعد حوا رو انداخت. گفتم خب مادر جون شما هم بگوینم این ما حوا، اولا پس آدم با خودش ازدواج کرده چون از خودش اومده بیرون، بعد حالا از این بدتر هم میشه. گفت دیگه از این بدتر چی؟ گفتم صبر کن مامان جون، تو نرو، من کارم تلویزیونه، نمیتونم که هزار و یک شب برای تو بگم، باید همینجوری بکشم مثل داستانهای شب طولش بدم. گفتم شما من که رفتم فکر کن تا شنبه یه شنبه که میبینم روز پدره، به من بگو که از این آدم و حوا چند تا پسر چند تا دختر گیر آمد، بعد اینا چی شد؟ نسلشون تموم شد؟ کی با کی ازدواج کرد که بشریت یا آدمیت ادامه پیدا کرد؟ خدا براشون فرشته فرستاد؟ قرار شد مادرم فکر کنه در این مورد صحبت کنه. اگه یه وقت دیدید مادر منم آمده برنامه میذاره ناراحت نشید. اون وقت حالا میگفتن هر کی از خونه مامانش قهر میکنه میاد تلویزیون میذاره، حالا هر کسی میره مامانشو دعوت میکنه بیاد تلویزیون. بله ممنونم از شما، این نوشته رو من لازم داشتم برای دوشنبه. و اما تمام داستانها درباره موسی دروغ است. تاریخ مصر قابل اعتماد است، زیرا تمام جریانات زمان هر فرعون بر روی سنگ تراشیده میشد و در قبرش نگهداری میشد. اصلا نامی از موسی نبرده شده. بدین علت آقای زای حواس رئیس اداره کل آثار مصر هر گونه بررسی تاریخی از آثار مصر را قدغن کرده، چون همه معیارهای دینی همه دگرگون می شوند. قبل از 250 سال اولین بار یا 250 سال قبل، این فارسی عدد که می نویسن میاد می قاطی می کنند، 250 سال قبل اولین بار یک نویسنده یهودی موضوع عدم حقیقی بودن موشه، این موشه دایان که میگن یعنی موسا دیگه، موشه یا موسا را نوشت. او را هم کیشانش زنده زنده سوزاندند. این برای اطلاع شما و انتظار دستور خوش باشید. من نمیدونم چه دستوری، یک کمی با من ساده، من شاید یک قسمتیم لور باشه، من خیلی لوری ساده صحبت میکنم، من و دوست ندارم به کسی دستور بدم. دستان ممنونم. نقوش تاریخی ایران بر روی لباس‌های طراحی ایرانی مقیم، بر روی لباس طراح ایرانی مقیم استرالیا. خب خیلی خوشحالیم اینا پیشرفته. از طرف یادتون باشه دوستان، خیلی بالا و پایین نپرید. این دوستان هم فکر این هستن که یه کاری کنن یونیک باشه، جالب باشه، دو نفر بیشتر تنبونشون رو بخرن، دو نفر بیشتر پیرنشون رو بخرن، دو نفر بیشتر کفششون رو بخرن. خیلی شما فکر نکنید حالا که این عکسو اینجا چاپ کرد فردا نمیدونم همه دنیا آزاد میشن، به قول آقای بیژن خلیلی همه پیام‌های کوروش رو توی جیب تقویم بغلی دارن و هی تو خیابون راه میرن به همدیگه میگن have you seen this، بعد اون میگه are you crazy. بفهم این خانم نمیدونم این پاش سپورته چیه، عکس کوروشه. والا من خودم یه قبلا هم گفتم اینایی که شورت درست میکنن پرچم آمریکا، یا یه خانمی ببخشید یه تیشرت میپوشه از اون ور چاک فلانجاش پیداست، از اون ور شکمش میفته پیرون پرچم آمریکا، اینا به نظر من باید یک قانونی داشته باشه، اینا رو به عنوان بی احترامی باید تلقی کنن. شما نمیتونی، ما میبینیم طرف خواننده میاد برنامه میذاره، حالا یا بعد عرب کرده یا بعد سردش میشه، پرچم ایران میگیری دور بر خودش. بفهمون اینم این عکس‌ها و اینها.
امیدواریم اینها موفق باشن. و یه نفر به من بگه اینا رو اینا بفروشن و من و شمای ایرانی بپوشیم و از اون بپرسن این یعنی چی، بگیم این گلها یعنی نقش حقوقهایی که به زنان حامله میدادن در موقع کار، که بعد من سوال کردم آقا مگه دوره کوروش و اینها زنای حامله کار میکردن که بعدا بهشون مرخصی میدادن؟ یکیتون نیومدی پاسخ بدید. آقای خلیلی یه بار ازش خواستم که بیاد درباره اسرائیل صحبت کنه، نمیاد، ولی میرن جایزه به آقای رضا پهلوی عقب افتاده میدن، بعدم توش میمونن نمیدونن چی کار کنن. این جایزه رو حالا میخوام بنزنیم ور و ور و ببینین همین آقایی که طراحی کرده یا خانم عکس ساختمون ها و اینها رو هم گذاشته، این هیچ کاری هم ببم اصفهان سرامیک، این اصفهان صنعت سرامیک و نقش و اینها بیشتر مال دوره اسلامه. خب حالا چی میشه؟ کجای دنیا آزاد میشه که این لباس رو شما بخرید $10، $15، $100، $150؟ بله آقای اویسی باشه فوری از این شال گردن و چی هم درست میکنه و میفروشه. به اینا میگن هنرمندانی که نون رو به نرخ روز میخورن. اون هم شهری ما، اون آقای دانش پژوهش چی چی اسمش، میاد شعر میخونه، بعد ملت بی توجه، ملت بی دقت میگن دیدی آقا چی چی گفت؟ به ملا گفت من اگه مشروب میخورم به تو چه؟ میگم احمد آخرش دیدی چی گفت؟ آخرش هم گفت ملا هم هر کاری میکنه به من چه؟ گوش نمیدی آقای بهمن بیگ، کارت خیلی خرابه. پدیده ترامپ و جامعه آمریکا، این رو علی شیرازی برام فرستاده، ممنونم. آقای رسول نفیسی دانشگاه استریر واشنگتن، این استریر یک کالجی بود، استریر کالج، آقای خیلی ها توش درس میدادن، حقیقتا دانشگاه خوبی هم نبود، حالا نمیدونم خوب شده باشه یا نه. آقای خدای همشهریمون حمید کشاورزنیا، آقای دکتر انواری، خیلی های دیگه تو این استریل کالج درس میدادن. حتی یه دفعه من صحبت کردم میای، چون من اون موقع یه بیمه کار میکردم تو استرلینگ که زیر یکی از این طبقه های استریل کالج بود، گفتن حاضری یک کلاس فارسی را بندازیم و اون بیشتر جنبه مالی بود، پولی بود، که شما بیای بشین مدیرش، بعد یک کسی رو استخدام کنی. گفتم بابا ولم کن، همش دنبال پولیم اینجا. تمام. در صورت ایشون توضیح میده پدیده ترامپ و جامعه آمریکا، ظهور دونالد ترامپ تاجر عمده مستغلات و شومن تلویزیون و موقعیت او در جلب آرای میلیونی برای کسب نامزدی. فکر کنم از این آقای رسول نفیسی هم دعوت کردم، ایشون هم این داغ بودن صندلی رو حس کرد و نیامد. و اما سگ نازی آباد گفتم، ممنون از نایر خانم، ایرانی تروریست در والمارت رو گفتم، چرا برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی میدهم. این رو آقای عبدالستار دوشوکی گفته که میدونید رأی گیریش هم 23 ژوئن امسال هست. و مملکت گلابی، حتما میگید مملکت گلابی چیه؟ من تو شیراز ما نمیگفتیم، ولی اینجا که اومدم دیدم دوستای ایرانی، مخصوصا اونایی که مال شهرهای دیگه بودن، میگفتن بابا اون امتحانه که خیلی گلابی بود. من نمیدونم، شاید اینا مثلا ترک بودن به جای گلابی میگفتن گلابی، نمیدونم، کسی میدونه این ماجرای گلابی بود اینا از کجا اومده؟ ولی دیدم خود منم یاد گرفتم. حالا چرا یاد گرفتم؟ بذارید ببینم در 16 سالگی پیداش میکنم یا نه. امروز بهتون گفتم اگر حتی 2 ساعت و نیم 3 ساعتم برنامه داشت باشم، وای میسم تا سنگم رو به شماها وا بکنم و همون ماجرای باغ وحشی بشه که درسته که پول ندادید بیان داخل، ولی حالا در رو میبندم تا پول ندید، این شیر رو آزاد میکنم بیفته به جونتون و باید پول بدید تا برید بیرون. دوستان حمایت یادتون نره. و اما خانمی به نام فرهناز بیدخت که طرفدار پادشاهی هستن، عکسا میدونه دیگه پادشاهی خودشون هم چون میدونن مرده، همش سر قبرستونن یا سر قبر خانم چیز هستن، دختر شاه، یا سر قبر خود شاه هستن. و اصلا یه عده شدن قبربان و درآمد و اینها. اتفاقا قرار بود که آقای
سرهنگ فرهومند با ما تماس بگیره و در این مورد صحبت کنه، ولی ایشون چون روزانه 10 ساعت برنامه زنده میذاره، من انتظار آنچنان اش ندارم. بعضی وقتا ممکنه گیر بیفته کارشون، یه چند روز سیستمشون از استریو شده بود مونو و اینها بمانند. در صورت اون چیزی که مهمه، خانم فرهناز بیدوخ طرفدار پادشاهی است، هیچ اشکالی هم نداره، آزادی یعنی همین. ایشون یه مقاله‌ای رو گذاشته که من خوندم. خب منم حق دارم وقت چیزی رو میخونم نظر بدم، مخصوصا وقتی که اسم شیراز میاد، اسم رادیو شیراز میاد. سیاوش بشیری، ما فامیلی بشیری تو شیراز زیاد داشتیم، نویسنده‌ای جان باخته، آزاده و میهن پرست، یادش گرامی با، تاریخ پرواز 18 ژوئن 1999، پاریس. سیاوش بشیری در شناسنامه حیدرعلی بشیری، متولد 20 آبان 1319، مطابق با 11 نوامبر 1940، زاده شیراز بود. در 16 سالگی، دوستان دقت کنید، در 16 سالگی رئیس رادیوی شیراز بود. ای خاک بر سر من شیرازی، ای خاک بر سر توی ایرانی که رئیس رادیوی یک کشوری یک بچه 16 ساله باشه، و ای خاک بر سر اونی که دروغ میگه و از کاه کوه میسازه و بعد خودش نمیدونه با این کوه قلابی چه خاکی بر سرش کنه. ببینید وقتی میگه 1319 ایشون دنیا اومده، 16 سال به این اضاف کنید، 1319 و 16، اینا رو بالا وقتا از بر میتونستیم، ولی حالا دیگه میشه 35. به 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 به، درست. سال 1335 رادیوی شیراز یک رئیسی داشته 16 سال. تازه ایشون نابغه بوده، در همان سال با مجله ادبی سخن و با هفته‌نامه هنری آژنگ هم همکاری میکرد. سال بعد به مدت 4 سال سردبیر هفته‌نامه سیاسی جهان‌نما و ماهنامه ادبی خرقه بود. در سن 21 سالگی از دانشگاه شیراز لیسانس ادبیات گرفت و همان سال سردبیر روزنامه آذرین شد. خب دنبالش رو نمیخونه. چرا؟ منو یاد آقای فتح‌الله خالقی یزدی AKA حخا، معروف به حخا انداخت. یه روزی من قرار شد با ایشون مصاحبه کنم، چون همه فکر میکردن من این آوردم تو تلویزیون. گفتم نه آقا، این به من دروغ گفت که اولین باره. به من گفت من میدانی زوریخ فارسی صحبت نتوان کردن کرداهه، شما فارسی منو تلویزیون برداهه، من صحبت کرداهه. بعد که به داور گفتم، گفت یزدی خودمونه میگی؟ همون موقع این آقای ابراهیم یزدی چیزم اومده بود، مثلث بیق، یزدی و بیق میشد بنی صدر، یزدی قطب‌زاده. من گفتم نه آقا، اونو نمیگم که از ایران اومده، یه آقای یزدی دکتر یزدی هست، میگه من از بخارست اومدم. گو آقا این دیوونن، این دوست خودمه. داورم میدونست هر کی دوست اینه دیوونه است. گو آقا این دیوونه است، دوست خودمونه، این با آقای منوچهر گنجی، با اون آقای طاهر کی بود مال تلویزیون ستار دلدار، اینا اومدن اینجا برنامه بگیرن، دیدم خلن فلانن بیسارن. و به من گفت تازه این یه جایش هم کارش اشکال داره، این نمیدونم یه خونه ای مال اردشیر زاهدی دست اینه و سر اونم ماجراهایی هست، دولت ایران اینجا اونایی که سفارت بودن میخواستن خانم بازی کنن، اینها یه محل بزرگی میخرن، استخر و اسب و خونه و اینها، ایشون سرایدار اونجا بوده. گفتم آقا این اصلا فارسی بلد نیست. گفت به خدا من میگم تو شیرازی هستی، ساده هستی، این خله، این دیوونه است، این بچه یزده فلاس. ما به این آقا گفتیم بیا اینجا مصاحبه کن ببینیم چی هستیم. حالا بعد این که حخا هم گذشته بود و نرفته بود و دروغا و اینا، اومد اینجا گفت آقا من همین امروز خوندم شما تو 18 جا رئیسی، تو 10 جا یکی از تصمیم گیرا هستی، جزء برد هستی. آخه شما در شبانه روز چند ساعت کار میکنی، در شبانه روز چند ساعت میخوابی؟ دوست عزیز من که مینویسی بچه های قدیم خیلی زود چی میشدن، ایشون 16 سالگی شد رئیس رادیوی عقب افتاده شیراز، دانشگاه هم میرفت،
4 جای دیگه هم کار میکرد، تازه 21 سالگی لیسانس ادبیات گرفته. میدونید خودمونیم دیگه، لیسانس ادبیات کاری نه، دانشگاه ادبیات چهارراه حافظیه، هر کی میره اونجا میگفتن آقا برو دنبال کاره. حتی به دانشجو بودن ما قبولشون نداشتیم. آخه خجالت بکشی از خودمون، از بچه‌هامون، از دوستامون. اون وقت خانم فرهناز بیدوغ، من نوشتم بابا عجب ملت خرد، عجب مملکت خردوخری داشتیم که یه بچه 16 ساله میشه رئیس رادیو شیرا. ایشون آمده خیلی بزرگ منشانه، میدونید اینا ادای دموکرات‌ها رو میخوان در بیارن. نوشته من آموختم که مخالفین را بیرون نیندازم، ولی شما لطف کن دیگه رو چیای من چی ننویس. این شاه، من آموختم سوئیس درس خوندم که کسی رو شکنجه نکنم، ولی شما هم حرف نزن، شما هم ایراد نگیر. برید خجالت بکشید، واقعا برید خجالت بکشید. این همه دروغ به بچه هاتون نگید، حقیقت رو به بچه هاتون بگید. بگید یه آقای اومد، جسارت داشت، شهامت داشت، رضاخان اسمش بود، گول آخونده رو خورد، به جایی که بشه رئیس جمهور شد پادشاه، قدرت خرابش کرد، کور و کر و دیکتاتورش کرد، دزدش کرد، پول دزدید، بچه‌هاشو همه رو خراب کرد، خودشو بچه‌اش 57 سال پادشاهی کردن از ترس اینکه حالا نکنه اون دنیا وجود داشته باشه. آخونده رو به کمک خانم فرح پهلوی پرورش دادن، همه پولا رو دزدیدن، با جواهرها رفتن بیرون، مملکت رو دادن دست آخونده. این داستان کوچولو یک صفحه‌ای خاندان پهلوی رو هدیه من به شماها. هر کدومتون مرد یا زن با انصاف شرافت دارید، بیاین اینجا بشینید صحبت کنید، از خاندان پهلوی دفاع کنید. خاندانی که خودشون تو خاطراتشون مینویسن ما رفتیم ایتالیا، به ثریا گفتیم بابا این مملکت مملکت نیست، مثلا احمدشاه بود گفت میرم لبو فروشی میکنم، بیا بریم با این پول جواهرات یه نمیدونم چی باز کنیم. خاندانی که خود خانم فرح پهلوی با حماقت اون کسی که میره میشینه فیلم باهاش پر میکنه، میگه ما جواهراتمونم دادیم دست یه آقایی برامون بفروشه، خورد و برد و اینها. آقای احمدعلی مسعود انصاری میگه همون دوز که از دوز بزنه شاه دوزه. چطور ما شاهنامه داریم، شاه دوز هم داریم دیگه، شاه راه هم داریم، شاه آب هم داریم. خانم فرهناز بیدخت، من روی چیزای شما دیگه چیزی نمی نویسم، ولی آبروتون رو اینجوری میبرم که شماها یه عده بی سواد درست مثل پادشاهتون که با اون همه امکانات، با اون همه همراه و سرپرست و تهپرست که براش فرستاده بود رضا شاه، دیپلم نتونست بگیره و خانم نایر هنوز نتونسته برای من نامه مدرسه سوئیس که پابلیک اینفورمیشن بیاره که این آقا چه چیزی در چه زمانی چه مدرکی گرفته. و بچه عقب افتاداش هم اینجا با این همه پول که مادرش به دانشگاه داد نتونست لیسانس بگیره. افرادی مثل حسین نصر و دیگران مقاله هاشو پر میکردن، امتحاناشو، تزاشو میدادن، میگفتن این آقا ممکنه به جونش سوء قصد کنن، نمیاد اونجا. و همین دروغگو میاد توی زندگی نامش مینویسه من میخواستم برم بجنگم، گفتن نه آقا حالا بشین. این مردک اون موقع داشت از عربستان سعودی، از مراکش، پادشاه مراکش کی بود؟ شاه حسن بود کی بود؟ داشت پول میگرفت. آقای شهبازی فوش داد، گفت بهش گفتم تو بچه بابات نیستی اگه از این دو نفری که از طرف صدام حسین اومدن پهلوت پول بگیری. اون وقت شما میشینی میگی خب بالا عیب نداره، خیلی سخت نگی، نکنید آخه همچی، خون آدم به جوش میاد. من ببینم دیگه چیزی دارم براتون بگم یا نه. خلاصه اینم آقای بشیری همشهری ما، از هر جا میچرخیم آخرش میبرم تون شیراز. بله، باز یه دوستمون، همون دوستمون نوشته که مصاحبه و سخنان آقای خدابندلو بسیار، مثلا اینایی که شما میفرستید برای من میخوام فقط براتون بگم،
بعد یه ماجرا هم میگم که من وقتی اومدم آمریکا، بعد که اون بیزینس اصلیمون نگرفت با دوستمون، اول که می‌خواستم برم دکتر دندونپزشک بشم، بعد به خانمم گفتم من حالا تو این سن پولا رو برم بدم دانشگاه بعد بیام یه صندلی، میدونید دندونپزشکا صندلی مثل آرایشگاه کرایه بد میده، میگه مثلا از کاری که می‌کنی 30% مال تو، اینقدرش مال آفیس، اینقدرش مال من. گفتم برو با ولم کن، رفتم دنبال کار کاسبی، نچرخید، با دوستمون شریک شدیم اینا، اومدیم رفتیم تو کاری که بلد بودیم. و تو این کار وقتی که یکم مشغول شدیم، زیادتر شد، بزرگتر شد، گفتیم چقدر خوبه یه نفر رو استخدام کنیم که ما مجبور نشیم 4 صبح بلند شیم بریم به همه کارا خود، و یاد بگیرید دوستان همه کارا رو خودتون انجام ندید، شخصیتتون رو ببرید بالا. من به این دوستم گفتم آقا شما قرار نیست از A تو Z تلویزیون رو بدونی، شما برنامه گذاری، سخنوری، برنامه میذاری، بیا برنامه بذار 1 ساعت $50 $100 بده برو دنبال کارت. هی میخوای بشینی ایمیل رو چجوری یاد بگیرم، ویدیو رو چجوری دانلود کنم، اینو چجوری اینجوری کنم. گفتم شما ببین خانمای شیک، خوشگل، وکیلا، دکترا، ماشین سوار میشن، هیچ کدومشون اگه بهش بگی شاتون چیه، میلنگ چیه، پیستون چیه، نمیدونن، قرار نیست بدونن. اونم تو این کشور که تا یه طوری شد زنگ میزنی یا تریپل ای عضو هستی یا کاسکو عضو هستی یا یه شرکتی میاد برات میذاره برات. من سوالم از شما اینه، شمایی که تو این کار را... نمیخوام قهر کنی ها، و امیدوارم پوست کلفت باشی، تحمل من رو داشته باشی. این آقای مصطفی، این ضیا مصطفی زاده این تحمل رو داشت، البته گاهی وقتی اونم قهر میکرد. مثلا الان به من میگه من دیگه برنامه رو نگاه نمیکنم چون خودت گفتی. آقا من غلط کنم به کس بگم نگاه کن نگاه نکن؟ یه بار گفتم ملت اگه من به شما بگم از الان به بعد اگه پول ندید نگاه نکنید، حالا یا حرامه یا من راضی نیستم، شما قبول دارید؟ شما باید بگید نه من قبول ندارم دارم نگاه میکنم، یا بگو قبول دارم نگاه نمیکنم، شاید هم اینجوریه، یا بگو که نه به این فکر افتادم که مثل اون دوستمون که الان رفته مسافرت، اون میگه آقا من هر برنامه تو رو نگاه میکنم $5 میذارم کنار، و هر از مدتی هم بنده خدا زنگ میزنه میگه $60 بردار، $40 بردار، بلاف. در هر صورت امیدوارم شما هم پوسکلوف باشی مثل آقای مصطفی زاده و تحمل انتقاد دوست دو داشته باشی. شما خودت بشما از چهارشنبه که برنامه آقای خدا بندله بوده تا امروز چند تا مقاله، چند تا نامه نظر، چند تا برای برنامه فرستادی؟ خب من باید چیکار کنم؟ باید همه اینا رو مثل اون سکه نشون بدم؟ باید بگم خب دیدم نخونم بخونم؟ باید چه کار کنم؟ فقط وقتی که برای خوندن اینا من باید بذارم ببینید چقدره. حالا میخونم. مصاحبه و سخنان آقای خدابندلو بسیار جالب بود، اما این گفتارها پایه علمی ندارد. آقای خدابندلو به منظور ثابت کردن و به کرسی نشاندن عقیده ای از پیش متعهد شده کتابهایی را خوانده و آنها را اساس سخن و منطق قرار دادند. البته این کتاب ها برای افزایش دانش بسیار مهم است، اما شخصا و از خردسالی هنگام خواندن یک کتاب فورا دنبال رأی مخالف و کتاب ضد میرفتیم یا میرفتم. بعد از خواندن 2 کتاب و بیشتر درک میکردم شاید خیلی خیلی 60-50% حقیقت را یافتم، مخصوصا کتاب های تاریخی. متاسفانه من از فیسبوک خوشم نمیاد و ندارم، لذا برنامه زنده شما را نمیبینم، وگرنه حتما با ایشان وارد بحث میشدم. تازه اگه برنامه زنده را ببینی با ایشون نمیتونید وارد بحث بشی، چون ایشون تلفنشو باز نمیکنه که هم موقع زنگ بزنید، تلفنشو ایمیلشو اینا رو میفرسته که بعدن شما باهاش تماس بگیرید. و یه گله ای هم بکنم از آقای خدابندلو، یکی آقای مونتی فاطمی یه چیزی گفته بود که وقتی برای ایشون فرستادیم گفت من اینو میخوام بریزم بیرون. گفتم آقا شما شدی آقای شاه، تا یکی بار مخالف میخواد بندازش بیرون. ما همه این کارا رو که میکنیم اینی که یه مخالف بیاد با همون حرف بزنه، موافقی که با من موافقه، اون که میگه به به این سوربی عجب چیزای خوبی میگه کمکم نمیکنه، بذار مخالفه بیاد حداقل. این آقام که نوشته برای آقای خدابندلو فرستادم، نوشته از ایشان دعوت کنید تا در برنامه من شرکت کند، چنان به سرش بکوبم. گفتم آقا اینو دیگه من ندیده بودم، اینو اون وقتا لاتا معتادا این کارو میکردن، وقتی با یک کسی دشمن بودن زورشون نمیرسید با اون، میرفتن یک کسی رو رو مینداختن، میگفتن آقا شما برو این امشب دعوت کن به عرق خوری، ما میایم اونجا تو لیوان این عرق میریزیم، تو لیوان خودمون آب میریزیم، این که عرق خورد مست شد هممون میریزیم رو سرش. اسم آب آوردم تشنم شد، اینو میخورم که شماها که روزه هستین خدا نگاه کنه اجرتون رو بیشتر ببر بالا.
یادم رفته بود آب بخورم، دهنم خوش شده. بله خب بله، ایشون گفت آقا، گفتم آقا دستم به دامنت، اون یکی رو گفتیم، گفتیم بلاکش کردم، این یکی رو میگی بیار تو بزنمش. خب ما شعبون بیمق شما که نیستیم که، اون آقای خر با پالون، آقای بهبانی شهشهانی، شما مثل باید اونجا برید. بعد این دوستون ادامه میده، لذا برنامه زنده شما رو نمیبینم و اینها، از طرفی دیگر آیا اگر عکسی من از یوتیوب گرفته و برایتان بفرستم این مشکل حل میشود؟ بله حل میشه، ممنونم، پیشنهاد خوبی کردی. این به این میگن پیشنهاد سازنده، این میگن همه چیز را همگان دانم. فیلم های دیگری هم فرستادم که از یوتیوب نبود، آنها را نمایش ندادید، آیا آن فیلم ها هم اشکال، آیا آن فیلم ها هم همین اشکال را دارد؟ به این قانون ها آشنا نیستم، لطفا راهنمایی کنم، ممنونم. نمیدونم اون فیلم ها رو، مثلا خود من، ببینید من میتونم یه فیلمی رو از یوتیوب بگیرم بیارم بزنم روی فیسبوک. حالا شما میگید فیسبوکی نیستی، اون وقت شما از فیسبوک که برمیدارید درسته که فکر میکنید مال یوتیوب نیست، ولی یوتیوب یه چیزایی رو تو اینا میکاره به قول خودشون که میگه ما مثل 36,000 تا چشم که پلک نزنن داریم نگاه میکنیم، اگه دو تا چی مثل هم باشه میفهمیم که اینو از این گرفتی. اونا رو هم به این دلیل نشون نمیدن. بعد تازه باز بر میگردم به اصل اولی، مگر قرار بوده من اونا رو نشون بدم؟ من نمیدونم، اگه قرار نشون بدم شما من تماس بگی بگو آقا من از این هفته میخوام هفته ای ربع ساعت تو برنامه دوشنبه فیلم و نوار و اینها باشه، و من اونو تو برنامه نشون میدم، برای یوتیوب اونو جدا میکنم، بعد به دوستان اون میگم هر کسی اینو میخواد بیاد رو فیسبوک اون ببینه. همش راه داره. ماها کامیونیکیشن یا مکالمه با هم رو یاد نگرفتیم. این دوست من بنده خدا نوشته آقای سوربی بابا این کتاب عربیه با ترجمه فارسی، هر یه چیزی رو که نوشته زیرش فارسیشو نوشته، نوشته شما عجولانه اینو نوشتید، اون دوستون عجولانه اینو برگردون. گفتیم آقا آخرش باید برگردیم مثل آخونده بگیم قسمت نبوده. در اصل دوستان این کتاب اینجاست، برهان شفا، ترجمه و پژوهش مهدی قوام سفری، شیخ الرئیس بوعلی سینا. توضیح کاملش این که این هر جایی هم عربی نوشته، مثلا نوشته و کاز کل فلفهم فلان، نوشته و حساس و ناطق را هم باید، ترجمه فارسی داره. این کتابا گفتم اون دفعه این همت عالی به درد ما نمیخوره. البته هم بهروز هم هوشنگ ثابت کردن که بعضی وقتا من بی خود حرف میزنم، افرادی هستن مثل اینها که همت عالیشون واقعا عالیه. و اگه کسی کتابی میخواد حداقل باید مثلا برای یک کتاب 50 دلار تو آمریکا بفرسته که ما یه حمایتی شده باشیم، ولی من کتاب فروشی ندارم که، کتاب فروشی آقای بیژن خلیلی داره، ماشاءالله کارش هم خوبه. شما نگاه کنید تلویزیونای پابلیک آمریکایی رو، یه سیدی میاره، همه ما میدونیم این سیدی اصلا دیگه تو بازار فروخته نمیشه، یه دلار هم نیست، ولی میگی شما اینو، تبلیغ آقای بیژن خلیلی، شما اینو از ما بگی ما 12 دلار به ما بده. حمایت که من به این تلویزیون ثابت کنم کار شما برای من ارزش داره. آقا من واقعا متاسفم از اینایی که مخالف حکومت پهلوی هستن و حمایت نمی کنن، واقعا ناراحتم. خب شما نگاه کنید این شاه الله‌ای‌ها طرف میاد میگه آقا من یه کاری کردم فلانی شکایتم کرده 70,000 دلار بدید. حالا راست یا دروغ زنگ میزنن میدن دیگه، اگه نمیدادن که وای نمیسادن. در اصل آقا قربونت برم، شما ایمیل خود آقای خدابندلو رو داری، تلفنش رو داری، فیسبوکش هم داری، یه فیسبوک هم راه بنداز، چیز جالبیه. امروز حتی آقای مسعود ناصری یه چیزی برای من فرستاده بود که وبسایت جدید باز کرده، گفتم مسعود جان دیگه وبسایت مرد، زمان زمان فیسبوکه. شما ببین برنامه زنده هم دیگه روی وبسایت خیلی خوب نیست، روی فیسبوک. ببینم کار میکنه، بله هستن دوستان. این برنامه 11 دقیقه‌ای با صدا تقدیمتان می شود. ممنونم، اینو دارم، عکسش هم الان برای دوستان نشون میدم. عکسش نوشتم چی؟ بغداد پیکچر، بفرمایید پلیر تو. ببینید مثلا من این عکسو که میگیرم
اگر واقعا وقت داشته باشم بذارید براتون بگم، باید برم این عکس رو باز کنم تو قسمت پریویو، ببرمش توی قسمت پینت، سایزش رو عوض کنم، سایزش رو بکنم اندازه تصویر تلویزیونمون مثلا 800 600 600 450 هرچی، بعد بگم بله، بعد بیام اینجا. همین قبول دارید یه دقیقه وقت میگیره؟ یه دوستی برای من نوشته بود، اینم اسمش خیلی جالبه، یه آقا یا خانمی به نام شاه شاه نوشته بود که آقا شما چرا مکالمه نمی کنید؟ ببینید چطور شد، دیدید صفحه پر شد، کار میبره. نوشته بود آقا شما چرا مکالمه نمی کنید؟ گفتم منظورتون از مکالمه یعنی جواب تلفن دادن؟ چون ایشون با پیج با چی زنگ زده بود. بعد گفتم من 13,000 خورده فقط روی فیسبوک دارم، حالا نمیخوام بگم چند هزار تا ایمیل، چند هزار تا فلان، 13,000 خورده اگه به هر کسی یک دقیقه بهمون صحبت کنن تقسیم بر 60ش کنیم میشه 260 ساعت. بعد نوشتم منظورم از مکالمه مکاتبه است، گفتم مکاتبه که داریم اینجا میکنیم. بعدم تو چی میخوای بگی؟ کسی که اسمش قلابیه، اسمش گذاشته شاه شاه، عکسش قلابیه، بعد تازه نوشته نه من نمیخوام رو برنامه صحبت کنم، یه وقت تابلو میشم. دوست عزیز شما تابلو هستی، خودت خبر نداری. بشنویم صحبتهای این دوستمون رو، امیدوارم به زودی ایشون برنامه های خودش رو مستقل داشته باشه و من باز با شما خواهم بود. من امروز تا 4:30 تا این پوشه یا فولر رو تمیز نکنم از اینجا جایی نمیرم. بشنویم و با هم باشیم. سلام و درود بر بینندگان و شنوندگان و جناب آقای سربی در تلویزیون مردم تیوی. جناب سربی، شما در چهارشنبه گذشته از آقای یزدان خداوندلو سوال کردید که این همه جستجو درباره گذشته برای چه؟ گذشته را برای ساختن آینده باید جستجو کرد. اجازه میخوام امشب درباره نمایشی که در بغداد به روی کاغذ اومده صحبت بکنم. به نمایندگی از مادران دادیده، یک زن عراقی آفریدگار را تهدید کرد در صورت عدم توقف کشتار در 24 ساعت تمام نیایش و نماز و روزه را متوقف خواهند ساخت. این تهدید تکان دهنده در یک نمایش تئاتر در بغداد برای 2 روز بر سر روی صحنه آمد. آقای عبدالجبار العتابی یک مقاله در این باره نوشته که خلاصه ترجمهش تقدیم حضورتان میشه. نام نمایشنامه ای خداست. مؤلف و کارگردان هر دو شیعه مذهب هستند. تالار نمایش پر از تماشاچی بود و همه در شگفتی و تعجب یک خورده و بازیگران روی صحنه را تماشا میکردند. این ایده نمایشنامه تا کنون در تئاتر عراق سابقه نداشته. موضوع مطرح شده تحسین عموم را برانگیخت و در اندیشه تماشاچیان از یک طرف و مخالفین و بازیگران جدال در گرفت. چون درباره ذات خداوندی و یا پیامبرش موسی و دیگر فرستندگانش گفتاری سخت و غیر معمول بیان شد. آنان آفریدگار را نکوهش کردند. یک مادر نمایندگی مادران شهیدان عراق را به عهده گرفت و برای مذاکره با خدا پیش قدم شد. مادر داغ دیده برای ملاقات با خدا به دشت طوا که در آن موسی کلیم الله با خدا صحبت میکرد میروند. خدا را تهدید میکنند که در مدت 24 ساعت میباید کشتار را متوقف سازد و در غیر این صورت تمام زنان از نماز و روزه دست خواهند کشید. نمایشنامه با آیات قرآن شروع شد، آیاتی که در آن خدا وسوسه دلها را میداند و به آفریده اش نزدیک است. در این نمایشنامه از نمایش فیل برای دکور و تصور دشت استفاده شده. زنان بر صحنه آمدند، جایی که یک مرد بر تخت بیمارستان دراز کشیده. 2 میز بر صحنه چیده شده که در کنار هر یک صندلی بود. زنی پوشیده سر تا پا سیاه بر صحنه آمد، بر روی صندلی نزدیک به تماشاچیان نشست و با صدای آرام گفت: خدایا به سویت آمدم و در دلم هزاران اشک و شکایت انباشته شده. نکوهشت میکنم و روح خود را هم نکوهش میکنم و میپرسم
چه شده که روح خودم یعنی تو خدا دعایم را مستجاب نمی کنی؟ این روح اشاره است به آیه قرآن که خداوند روح آفریدگان را از خود می داند. زن می گوید خدایا می خواهم غیرتت به جنبت، باید این همه کشتار، غرق شدنها، آتش سوزیها و انفجارهای روزانه را متوقف سازی؟ این چه اراده است که تو داری؟ جگر گوشه های من را خوراک آسان ماهی ها کرده ای؟ این چه روزگار مسخره است که در بامدادان هنگام بیدار شدن باید فقط بویشان را در بستر ترک شده شان مشام کنی؟ خدایا من چون مادری که بیشتری فرزندانش را به خاک سپرده، یک کیلو نه، دو کیلو و سه کیلو هم نه، بلکه کیلوهای زیادی از گوشت پسرانش را زیر خاک کرده با تو سخن میگویم. از بزرگتر سخنخانی هم نیافتم که به زیر خاک کنم. خدایا نامه های امضا شده مادران همراه من است، هیچ امضای جعلی نیست، همه همراه من هستند. به تو ای خدا به نمایندگی از طرف مادران یک چیز میگویم، فقط 24 ساعت مهلتت میدهیم که دستور کنفیکون یعنی بشو و بشود را بدهیم، یعنی فورا انجام سازی. در غیر این صورت بعد از این مهلت هیچ مادری را نخواهی یافت که دستش را برای دعا به سوی تو بالا آورد. شرطهای ما این است: باید این کشتار دروکن و نابودساز و کشتن فرزندانم را متوقف کن، مهاجرتشان از آغوشمان را متوقف ساز. آنان می روند و باز نمی گردند، بهاران عمرشان به سر می آید و ما همواره در خیال خود خواب دیدنشان را تصور می کنیم. خدایا فراموش مکن من در دشت مقدس تو ایستادم. در اینجا آن مرد مریض بر بستر بیمارستان که موسی پیامبر خداست ناله ای برمی آورد. پس از معرفی خیش با زن وارد سخن می شود. او می گوید که شرطهای زن همه رد شده. زن در شگفتی می خندد و به سادگی می پرسد این چیه؟ این چی طوریشه؟ پیامبر خدای خدا، پیامبر خدا بهش را ترک کرده و در اینجا بستری است؟ گفتگو میان زن و موسی آغاز می شود. سخنان زمخ با سؤالهای دشوار مطرح می کردن. موسی شرطهای زن را انقلاب بر ذات خداوندی می شمارد. زن در جواب می گوید درسته که تو پیامبر خدایی، اما به تو چه که میان ما و خدا دخالت می کنی؟ موسی اصرار می کند که درخواستهای زن رد شده و مورد قبول نیست. زن می گوید حالا که این طوره تو با این عصای جادوگرت کاری برامون بکن. درخواستی که ناتوانی پیامبر را می رساند. سخنان تندی میان این دو بر صحنه رد و بدل می شود. آخرش موسی زن را به نماز خواندن قانع می سازد. موسی نماز خواندن زن را اشتباه و غلط می داند. زن از دردهایش که به سطوحش آورده اند سخن می گوید. در این نمایشنامه بعضی از مسائل به طرز کمدی مطرح شده. رنج و مشقت و درد پیامبران مختلف در میان گفتگوی هنرپیشه ها یادآوری می شود. این سخنان با متن‌های تند و شدید همراه با شکایت و شکوه از خدا مطرح است. هدف این قسمت توضیح این حقیقت می باشد که حتی پیامبران که با خداوند به طور مستقیم و غیر مستقیم در تماس بودند باز هم درد می کشیدند و خداوند آنان را از رنج نمی نهانید. در پایان بر روی دیوار صحنه نمایش این عبارت ظاهر می شود: موسی اکنون 4 ماه است که در خانه زن بدون عصا زندگی می کند. در مصاحبه با استادان دانشگاه و هنرمندان و نویسندگان و کارگردان عراقی همه از این نمایشنامه تعریف و شجاعت مؤلف و کارگردان و هنرپیشه ها را ستودند. اما بشنو از این بنده خدا، یعنی خود من: متاسفانه انسان قادر به جمع مسائل نیست و همیشه از یک گوشه تنگ مشکلات را مورد توجه قرار داده و فقط وصل پینه می کند. گفتگوها و متن این نمایشنامه دوران بیدینی آینده در منطقه و شاید جهان را برای من مطرح می کند. دورانی که بعد از بیهوده تشخیص دادن
پیروی از دین مردم را به سطوح می آورد و همه برای مدت زمانی از دین دوری می جویند. این آینده را شخصا تضمین می کند. آقای سربی، در برنامه گذشته اشاره کردید که هر کس سر کار می آید گوشش را می بندد. این تغییر یعنی گوش بستن در تمام دوران تاریخ تکرار شده و این انسان آدم نشوه، هرگز درس عبرت نگرفته، اما بیدینی هم به جایی نمیرسه. خودمان هر دو رو تجربه کردیم، باز انسان گم گشته و ولو در نادانی به دین رو می آورد و در میان این دوران دست آویزی به دین و دوری از آن روزگار را به سر می برد بدون آن که به علت این سردرگمی و بدبختی بیندیشند و برای اصل مشکل حلی بیابند. در تمام دوران روزگار انسان اسیر عمامه برسران، عمامه برسران ریشو و بی عمامه برسران ریش ترشیده بوده و خواهد بود. شاد باشید. بسیار ممنونم. چون شما از من پرسیدید، ببینید شما آخر برنامه، آخر این قصه ای که گفتید از اون نمایش، نظر خودتون رو دادید، گفتید که با وجودی که فکر میکنیم بیدینی بهتر از این دینهای موجوده که همه پای و اساسشون بر خون و خونریزی و کشت و کشتار و قصب و غارت هست، ولی بیدینی هم نمیدونیم چی میشه. بعد باز اضافه کردید که هر دو رو ما امتحان کردیم. ببینید شاید باید تعریفمون رو از دین عوض کنیم. اون دینی که ما باید خیلی قشنگ این نمایشه، کاش که من بتونم فیلمشو پیدا کنم، چون بعضی از این نمایشا بعد از اینکه به نمایش گذاشته میشه فیلمشو میگیرن، بعد حالا یا میفروشن یا روی یوتیوب و اینها پخش میکنن که مردم ببینن. این هر کسی بوده خیلی با جرأت با شجاعت بوده که مخصوصا تو اون منطقه توی عراق توی بغداد این رو روی صحنه برده و حتی به پیغمبرا میگه آخه شما چه کار هستید که دخالت کنید؟ حالا دیگه اینای دیگه آخوند مخونده جای خود. نمیدونم اصلا، من بعضی وقتا میگم خیلی از دوستان بین دین و مذهب تفاوتشو نمیدونن که بابا دین یه چیز دیگه از مذهب راه و روش زندگی هست. خیلی از ما فکر میکنیم اگه کسی گفت من خدا رو نمیشناسم این بیدینه. نه آقا، این خدا رو ندیده، خدا رو باور نکرده، ولی باور داره که بدگویی نکنه، دروغ نگه، حق کسی رو نخوره. یه دفعه گفتم بهتون، یه نفر میخواست ما رو به اصطلاح تشویق کنه بریم کلیسا و اینها، بعد داشت میگو شما خبر نداری، اینها وعده دادن، فقط ماها هستیم که میریم بهشت و اینها. بعد بهش گفتم حالا شما که میری بهشت، بعدن از وجدان خودت ناراحت نمیشه که یه عده آدمای خوبی بودن ولی مثلا این کتابه دستشون نرسیده، وقت اینا بسوزن تو جهنم؟ اصلا مونده بود، میخواست گریه کنه که چی بگه؟ آقا تقصیر کی بوده که این کتابه به دستشون نرسیده؟ تقصیر کی بوده که این کلام به گوششون خونده نشده؟ تقصیر خدا بوده دیگه. کدوم خدا؟ خدا این که خدایی نمیشناسه، تقصیر خدای تو بوده. خدایی که تو باور داری که همه رو میبینه، نه شما رو نمیگم، اونی که تو کانادا میخواست منو ببری کلیسا، خدایی که ایشون باور داره همه رو میبینه، دفتر و دستک داره برای همه مینویسه کی کجا رفت، دیر اومد، زود اومد، دو ساعت کار کرد، دروغ گفت دو ساعت و نیم، نمیدونم یه چیزی رو خرید 10 تومن قسم خورد گفت خریدم اینقدر، دروغ گفت، فلان و بیسار. خدایی تو مقصر، این که نداره خدا، این که خودش میگه من اصلا خدا رو نشناختم هنوز. خدای تو بوده که زبان این رو یاد نگرفته، زبان دل اینو بلد نبوده. و اگر خدایی باشه که زبان مخلوقش رو یاد نگرفته باشه، این خدا رو بنداز سطل آشغال. قبول؟ بعد شما خودت تو این کار بزرگ شدی، شما باید به مردم بگی چی میخوای. آیا راوی هستی؟ ببینید ما داستانهای شب که گوش میدادیم، خب خیلی با ذوق گوش میدادیم، نوت و نونیم بودن، همه اینجوری بغل چیز، آخرش نگفتیم خب حالا زنگ بزنیم بهش بگیم که هیچ خبر نبود، یه چیزی رو روایت کردن ما اینجا شنیدیم. ولی یه برنامه بود صبح جمعه،
من یادمه اولین نامه‌ای که تو عمرم نوشتم، بذارید براتون بگم، حالا اگه میخوان بخندینم بخندین. اولین نامه‌ای که نوشتم یه مسابقه اومد 1 کیلو پنبه مثلا سنگین‌تره یا 1 کیلو آهن. من یکم فکر کردم گفتم خب این دو تاش یکی. پسر من گفت باریکلا راست میگی، من فکر کردم 1 کیلو آهن سنگین‌تره. بیا بریم. رفتیم 2000 اون موقع تم 2000 تم خریدیم و نامه نوشتیم و اینها. بلد نبودیم، اشتباهی. وقت تو ایران دوتاشو پشت نمی‌نوشتن، اون ور که اینجوری بود آدرس خودت بود، اون ور که صاف بود. حالا اینجا فرق میکنه، در صورت میدونید دیگه ما آدرس اشتباهی نوشتیم. یه 2 هفته همینجوری منتظر بودیم حالا اسممونو تو رادیو بگه برنده بشیم جایزه. بعد برگشت نامه، خوشحال نامه. بعد زدیم تو سر هم، گفتیم این نامه که مال خودمون بود، بذاریم دوستان فیسبوکی قطع شدن. امروز 2-3 بار قطع شدیم چون 1.5 ساعت فیسبوک اجازه بیشتر نمیده. اینا وقتی یه برنامه رو شروع میکنن با 0.5 ساعت 1 ساعت، بعد که دیدن خوب شد و پول میتونن از مردم بسازن میرن رو چند ساعت. خب باز برگشتیم دوستان اگه قطع میشن دوباره بیم. در هر صورت شما باید به مردم یه جوری بگید حالا نظر شما چیه. شما با این مادر داغدار و مادران دیگه هم عقیده هستید یا نه؟ نظر شما درباره دین چیه؟ شما برید این نوشته های رو فیسبوک، میگی فیسبوکی نیستم، خب من چیکار کنم وقتی فیسبوکی نیستی؟ ایمیل هم که نمیتونم براتون بفرستم. همین خود شما درباره آقای یزدان خدابندلو چند بار نوشتید؟ میدونید چرا نوشتید؟ برای که من 2 بار تو برنامه میگم که دوستان شما هم اگر پرسشی دارید یا اگر نظری دارید در رابطه با این اسلام شناسی سنتی یا با ایشون تماس بگیرید یا ما، یعنی باید به مردم بگید که چه کار میخوان از شما کنید. گفتم یه دوستی داشتم که آقا من مثلا اینقدر آگهی دادم هیچ کس زنگ نزده. میگم خب تو میدونی که مردم میخواستن خونه بخرن به شما زنگ نزدن؟ میگه نه من از کجا بدونم. میگم خب آقا فعلا خونه نمیخواد بخره چیکار کنم؟ یا شما به مردم گفتی زنگ بزنن نظرتون درباره این ویدیوی امروز موسیقی تو کافه نیویورک بهت بگن؟ میگه نه نگفتم. میگم خب چی بگن؟ آقا یه ویدیو گذاشتی اونم نگاه کرده رفته دنبال کارش. ما یک کمی خودمونم، خود من یکی از اونها هستم، وقتی رسیدیم به این آزادی اینجا هول شدیم، تلفن رو گذاشتیم اینجا، بله همه حق دارن زنگ بزنن، هی زدیم الو آقا چقدر برنامه خوبی داری، قربون شکلت برم، چقدر موهات خوشگله، چقدر دست گندن، چقدر نمیدونم فلانه. اوکی. اون یکی دیگه آقا شما میگی شاه دروغ میگه، از کجا میگی شاه دروغ میگه؟ میگم احمق، من میگم شاه دروغ میگه، تو که میگی شاه راست میگه، بیا راستشو بگو تا مردم بفهمن تو چقدر احمقی، بفهمن من چقدر راست میگم. بعد یه مدت گفتم آقا نخواستم، تلفن رو برشتم گذاشتم اونجا. گفتم آقا من صبح میام اینجا جارو میکنم، گردگیری میکنم، آب میپاشم، چای درست میکنم، که هر عوض میخوام اینو میگم آقا، که هر ننه قمری هر اولاقی بیاد داخل، نه عزیز من، برای خودمون احترام قائل بشیم، برای مهمونامون احترام قائل بشیم. شما خیلی قشنگ گفتید بیان تو برنامه ایشون صحبت کنیم. من وقتی اینو فرستادم منتظر بودم آقا خدابنده بگه ایمیل این آقا رو بده من باش تماس بگیرم دعوتش کنم چهارشنبه هفته آینده بیاد اینجا. بعد دیدم میگه شما برو بهش بگو که نمیدونم بیاد اینجا، من بزنم تو سرپکالش. گفتم آقا قربونه برم، ما این از ایران در رفتیم تو سرپکال هم نزنیم. خب انتخابات آمریکا ترامپ تنها مانده، از بس اون داستانی بود تو کتاب دوم میخوندیم، یه لاک پشتی بود کنار یک جایی که آب بود، وقتی این اردک ها و اینا میرفتن میپریدن دور میزدن و میمدن با هم صحبت میکردن، بعد این همش میگفت که چرا من نمیتونم مثل شما بپرم. اون دوتا مثل ما ساده بودن، گفتن با کاری نداره، ما یک چوب میگیریم دم دهنمون، تا هم که فک قوی داری بیا این چوبو بگیر میپرونیم به ترامپ، بیا اون بالا ببین چه خبره. یه روز این کاری کرده، این داستانه تو کتابای شما بود. ببینید من الان از مردم سوال میکنم، این داستانه تو کتابای شما بود؟ ضمن اینکه راوی داستان هستم از اونام سوال میکنم، اونها رو هم اینوالو میکنم، درگیر میکنم. بعد طرف میگه نه آقا شما اهل ناصرالدین شاه، زمان ناصرالدین شاه رفتیم مدرسه، این کتابا رو نداشتیم. بعد یکی میگه آقا سوری چقدر خوب شد گفتی، یادم افتاد راجع به اون لاک پشت مرغابی و فلان اینها. درس این لاک پشت رو ور میدارن و به پرواز میبرن و
از اون بالا براش هم اونا هم که دهنشون گرفته بوده و اینها بهش میگن هر چی دیدی سوال داشتی وقتی رسیدیم زمین میپرسی. وقتی داشت میپرید یه نفر از اون پایین از این حسودا گفت نگاه کن دیگه حالا لاک پشتم میپره، لاک پشتم طاقت نیورد، مثل ما ایرانی ها فوری گفت برزه میخوام برم بزنم پدرش در بیارم، من این همه کتاب خوندم، من یزدان خداوند لوام، این آقا میخواد به من حرف بزنه بیارش من میخوام بکشمش. لاک پشتم از اون بالا گفت تا کور شود هر آن که نتواند دید. خب ول شد لاک پشتم افتاد زمین، لاکش که بشکنه میمیره، مرد. بعد نوشته بودن لعنت بر زبانی که، لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود. ما هم اینجوری هستیم. حالا ماه روزه و رمضان هست و ما منتظر بودیم این دوستمون بیشتر در این ماه راجع به این مسائل روزه و رمضان صحبت کنه، ولی ایشون برنامه‌اش خوبه، واریته است، دوست داره، اهل واریته است، رفت راجع به همه چیز صحبت کرد. بیایم اینجا ببینیم این تام اند جری، این میدونید موش و گربه، عبید زاکانی و اینها، اینجا تام اند جری دارن، این کارتون‌ها رو دیدیم با اون صورت‌هاشون اینها، در صورت موشه گربه دم سوراخ موش وایساده، موشه داره میاد میگه برو حال کن چون روزه هستن. این هم از این ماجرا. خب دوستان عزیز، اگر در برنامه های من اشتباهی، لپی، عمدی، سهون عمدن میبینید، لطف کنید گوش زد کنید. اگر شما هم مایل هستید برنامه داشته باشید، لطف کنید تماس بگیرید. آها نقل این گفتم، یه مدتی ما کارامون که زیاد شد گفتیم آقا یه کسی رو بگیریم که دیگه ما از 4 صبح 5 صبح نخوایم 45 دقیقه رانندگی کنیم بریم اونجا تو یارد بشینیم که این کارگرا برن سر کار، اون راننده بیاد، این بیاد دوباره اصلا بریم اونجا تا 11 شب. یه کسی رو استخدام میکنیم نصف روز این کارو انجام بده، نصف روز ما انجام بدیم. خدا چشم چی میگفتن روز بعد نبینیم. یکی استخدام کردیم گفت من اینجورم اونجورم، من با یه دست 100 تا هندونه میندازم تو هوا، 99 تاشم میشکنم فلان اینها، اما ماشین ندارم. گفتیم خب ما تو ماشین بخری ما میبریم میذاریم تو میای. پولم ندارم. گفتیم حالا یه پولی هم بهت میدیم قرض که شروع کنیم. بعد دیدیم آقا ما مثل آدم میرفتیم کارمون انجام میدادیم، خودمونم میادیم صبحونمون میخوریم، نهارمون میخوریم، میمدیم، حالا صبح باید بریم این آقا رو برداریم دم خونش وایستیم، هی زنگ بزنیم، هی میگه الان میاد، نمیدونم یوبس بود، نمیدونم خواب بود، نمیدونم چش، الان میاد برش تو بذارش اونجا. بعد اینی که میذاشتم اونجا میگفتم ای حالا من دوباره تو این ترافیک 45 دقیقه برگردم برم، پس وای میسادم. رفته بودیم برای خودمون، ببخشید اینو میگم، وقتام گفتم برای خودش طرف شوهر ننه پیدا کرده، قوز بالا قوز درست کرده بودیم. عذر میخوام، من این چیزها رو نمیگم یعنی شما قوز بالا قوز من شدی، میخوام شما با مشکلات من آشنا بشی. باور کنید من نمیدونید چقدر خوشحال شدم وقتی شما گفتی من تو کار رادیو تلویزیون بودم، گفتم به این دیگه همونه که من میخوام. خودش میدونه که آقا این برنامه تهیه کننده، مجری، نمیدونم پرودوسر، هرچی منم، خودش تهیه میکنه به من میده، میگه آقا این بزن برنجو میریزه، نمیدونم نمک رو میریزه، میگه دو شاخه رو بزن تو پریز. ولی شما الان اینو میفرسی میگی راجع به خداوندلو صحبت کردی، راجع به این نمایش صحبت کردی، راجع به ما رمزون شما کردی، فیلم من نشون دادی، سکه منو نشون دادی، فیلمای اینجوری نشون دادی، نکن آقا همچین اذیتمون نکن. حالا میدونم اون دوستت که معرفی کردی میگه آقا این بود معرفیش کردی، این که بیشتر از همه به شما پرید. جوابش اینه، بهش بگو دوست میگه من گفتم، دشمن میگه من میخواستم بهت بگم. امیدوارم این رو هممون متوجه بشیم. شما هم اگه دوست من هستید به من بگید. و جمشید جان خیلی خوشحالم که دوباره زنگ زدی، دیگه نگران اون بدهیت هم نباش، بدهی بخشوده شد و سی یو سون. رضا زراب گفتم بهتون 5 میلیون یا 50 میلیون، نمیدونم، فکر کنم 5 میلیون دلار. در صورت آقا حاضر 5 میلیون دلار بده که مثل من و شما آزاد باشه، بره تو خیابون بره مکدونالد بخوره. حالا شما اگه چلو کباب نخوردی نخور، 5 میلیون دلار جلوی اون آقای خاوری هم تو ایران خاک بر سر داشتی زندگی میکردی، هر از گاهی مثل آدم میمدی خارج مسافرت خوش میگذروندی میرفتی، یه خونه برای بچت خریدی، یه خونه برای زن قلابیت خریدی، یه خونه برای نمیدونم دوست دخترت خریدی، دیگه همه پول رو رفتی دزدیدی آوردی که حالا از سایه خودت هم بترسی، شب که میخوابی فکر کنی بچت میخواد بکشتت که پولتو ببره. اینا یه دکتر میری داریم اینجا، خدا طول عمرش بده،
آدم بسیار خوبیه. شعر میگه، دکتر ها، دکتر مدیکاله، شعر میگه، خاصه شعر نمی‌نویسه. میگه که بشر با دست خود زنجیر میسازد. شعر بسیار قشنگیه و اون زنجیر رو به دست و پای خودش میندازه، بعد دیگه نمیدونه چجور باز کنه. ما همه کارامون اینجوریه. ببینن این چی داره، مکالمه چت و فیسبوک گفتم اون آقا یا خانم شاه، بعدم گفتم آقا برو دنبال کارت. فروش اسلحه بیشتر شده، گفتم بعد از قبل از برنامه من کانون آوا برنامه داشت، 6 تا ویدیو برای شما گذاشتن. این برنامه ها تا جمعه هفته آینده هست، بعد از اون سوربی، بعد از من رادیو کیان ایران از سوئد، آقای سرهنگ فرومند، حدود 2-3 ساعت برنامه‌های متنوع آگهی های سوئد. شما هم میتونید اگر رادیویی دارید، تلویزیونی دارید، ببینید مثلا این آقا با هزینه کمی که من و ایشون توافق کردیم برنامه‌هاشون رو روزانه برای من میفرسه. برنامه ایشون به صورت صدا است. من یه عکسی هم از خودشون میذارم اونجا که بشه بتونیم روی یوتیوب بذاریم، روی یوتیوب میذارم، توی برنامه میذارم، همه میتونن در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن. و هر چی مخالف باشه بهتر، چون من شما ببینید من امروز چند بار از آقای یزدان خداوندلو صحبت کردم، برای که ایشون من مخالف عقیدش هستم، مخالف اون کاری که داره میکنه هستم. منتی عزیز ناراحت نباش، شما باید خوشحال باشی که ایشون آمده که مردم ببینن آقا دلیلی که ملت اعتماد نمی کنن افراد دانشمندی مثل اینها هستن. طرف میگه آقا من مادرم یه عمر با خدا بوده، پدرم خود با خدا بوده، حالا اینا میخوان چیکار کنن، درش بیارن از قبل فلان، اینجوری میدونی میترسن. و هیچ کدوم از اینا یاد نگرفتن زبان مردم رو. میگن آقا خمینی شاعر بوده، شعر مینوشته، ولی دیدید با مردم چجوری حرف میزد، این طوری نباشد که اون طوری باشد، دانشگاهی که دانشگاه نباشد که دانشگاه نیست. برای که یاد گرفت. حالا طرف میاد مینویسه که آقا میدونید که ما مردم ایران همه بی سوادیم. میگن شما هم جزء این ما مردم هستید یا من جزء این ما هستم، شما بیرون هستید، شما جزء ما از ما بهترونید. کارمون خرابه. امیدوارم دلخور نشده باشید. اگرم دلخور شده باشید باور کنید اصلا برای من مهم نیست. چون انقدر من گفتن آقای رضا پهلوی از تو دلخور نشه، ضرر میکنی، ضرر مالی. گفتم این مردشور این مالی ببره که این رضا پلوی بخواد از من ناراحت بشه یا نباشه. ببینید قیافش، چک پوزش به چه روزی افتاده. یه آدم سالها پیش یه خانم دکتر اینجا بود، میگه اصلا ماشاءالله این کوچلوار که میپوشه، بعد خانم کوچلوار آرمانی نمیدونم 7000 دلاری رو خرم که بندازه خوش قیافه میشه. بعدم حالا این چی شده؟ برید دنبال کارتون، برید دنبال زندگیتون، بدبختا اینقدر بت‌سازی نکنید. بازم از آقای ویژن خلیلی ممنونم، داشتم میگفتم آوا رو دیدید، سوربی رو دیدید، رادیو کیان ایران رو بشنوید، 2-3 ساعت مغزتون از این مزخرفات من پاک بشه، بعدش آقای شبستری، فرزاد شبستری، بعدش آقای مینویی و بعدش هم آقای یزدان خداوندلو تا چهارشنبه با شما هستن. یه بار دیگه سر میزنیم به پرونده های برنامه زنده و جمعه امروز، ببینیم شعر داریم، چی داریم. خدایا اینجا پیام آقای جمشید رو هم خوندی. بله محمد مقدم رو گفتم، اینجام داشتمش. سفره خوشمزه و تصویری به سفری سفری خوشمزه، سفر خوشمزه، سفری زیبا و تصاویری. حتما میگید بابا این سوربی دروغ میگه، مگه میشه کسی بنویسه خوشمزه؟ بله رفتن اونجا چیزای خوشمزه خوردن، سفر براشون خوشمزه شده. اینو بهتون نشون میدم. با همین عکسای زیبا برنامه امروز رو به پایان ببریم، یا شایدم باشم نه شد چهارونیم. ببینید خرداد سفری خوشمزه و تصویری به تجریش دوست داشتنی. لطفاً تا لود شدن اینمار تو ایرانی که سرعتش کمه، اینجا 100 مگابیت پر سکند. خرداد ما از راه رسید و خیابان‌ها و معابر شهرها که امسال با برنامه‌های همچون نصب تزیینات نوروزی در شهر تهران و همچنین رویداد نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر به استقبال بهار رفته بودند، همچنان رنگ و بوی بهاری دارند. با گزارش اختصاصی همراه باشید تا با هم سری به تجریش و
اطراف آن بزنیم و از زیبایی های بهاری آن لذت ببریم. تجریش از آن محله‌هایی است که به دلیل قدمت بالا قرار داشتن در منطقه خوشاب هوا، وجود مکان‌های مذهبی و تاریخی همواره مورد توجه مردم پایتخت و گردشگرانی که از داخل و خارج کشور به این شهر می‌آیند بوده و هست. خرداد ماه اگرچه هوا رو به گرمی می‌رود و فصل امتحانات برای دانش آموزان و دانشجویان است، اما اگر فرصتی هر چند کوتاه دارید گشتی در تجریش بزنید و از دیدنی ها و خوردنی ها و حال و هوای آن استفاده کنید. با تصاویر اختصاصی از بهار در تجریش همراه ما باشید. این هم تقدیم به شما. من دیگه ساکت میشم که این صدای من تو گوش شما نباشه و این عکس های زیبا رو ببینید که خیلی قشنگه. من یه چیزی که متوجه شدم، حالا یا ماشینایی که اومدن این بالای شهر همه نو نوار هستن یا کلن یه سری ماشینا نو شده. خیلی یه مدتی افتضاح بودیم، پیکان کونه ها و جیانا کنار خیابون این ورور داغون. دوستان تقدیم به شما، آخر هفته خوبی داشته باشید، روز روزگار بر شما خوش. بعد از این عکس ها برنامه رو ادامه بدیم با کان رادیو کیان ایران از سوئد. من بهتون قول دادم که حرف نمیزنم، ولی این علی ترابی نمیذاره من حرف نزنم. و ضمناً شما چقدر آدمای خوش باور و ساده لوحی هستید که به قول یک مجری تلویزیون، اونم مجری تلویزیونای ایرانی، اطمینان میکنید. علی نوشته که فعلا گاز منفجر شده تو تهران. خب تو برنامه من گفتم. بعد نوشته که من بیام آمریکا کمکت میکنم. امیدوارم اینجوری باشه، منتظرت هستم. ولی به قول تو هم من اطمینان ندارم، چون قرار بود شما و بچه‌هات مخصوصا برنامه‌های خوبی بسازی. از اونجا یه روز گفتی تلفنم خراب شده، یه روز گفتی تلفنم افتاده تو آب و از این ماجراها. و یه جایی نوشته چرا از رگوی شما میترسن؟ از من نپرس، از همون دوستمون که قرار بود بیاد بپرس و به خودت بگو که چرا اینها از رگگویی میترسن. معمولا آدمای دروغگو از رگگویی دیگران وحشت دارن. عکس‌ها اینقدر زیباست و حالا فهمیدم چرا گفته سفر خوشمزه. این گردوها، مغز گردوها، این خرماها، قصبک یادتونه؟ تو شیراز میگفتیم قصبک. چرا؟ ای روزگار، انواع خرمای تازه با کیفیت مناسب، زعفران فروشی در بازار تجریش. من هی نگاه میکنم این چیه، ماهیه، اینا چیه، این هم حتما زرشکه. ای زرشک، بله زرشک تازه و خوش رنگ و خوش طعم. البته تو ایران هندونه هم که میخوان بفروشن رنگ میزنن. این چی بهش میگفتیم، راحت الحلقوم تو شیراز. بله اینجا نوشته راحت الحلقوم، ولی یه چیز دیگه میگن. در یکی از آجیل فروشی های تجریش این ترکا هم اینو درست میکنن، خیلی خوشمزه و خوب. اما شاید معروفترین مغازه این بازار باشد که چی؟ ترشی و سمنوی ام لیلا، که در مقاله‌ای مفصل به معرفی آن خواهیم پرداخت. این هم لواشک های مختلف، اون پایینش هم به 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 واقعا دهنم آب افتاد. خب آب بخورن به سلامتی اونایی که روزه گرفتن، امیدواریم به سلامتشون صدمه نزن. خب یکی از سالادهای مخصوص در ترشی فروشی ام لیلا. چه اسم قشنگی، ام لیلا. بله زیتون پرورده که با رب انار و رب آلو عرضه می شود. زیتون پرورده الان دیگه همه جای ایران هست، اون وقتا فقط مال شمال بود. اینجا به دلیل قرار گرفتن در جوار حرم امامزاده صالح و تکیه تجریش تسبیح فروشی های معروفی هم دارن. این قسمتش کاری نداره و من این یه چیز بیهوده ای میدونم.
یه چیزی بگیر دستت همجور بچرخونی الکی. بله. اما بدون شک مهمترین جاذبه‌ای که بسیاری را به تجریش میکشد حرم امامزاده صالح است. نه بابا، هوای خوب شما شدی مثل اون که میگه چرا معتاد شدی، میگه خدا اثر دوستان بد نگذره. دوستش گفت البته تریاکای سناتوری و این زغالای جکسون هم بی تأثیر نبود. سوپر میوه طیبی این تبس که نمیتونست باشه، فکر کنم طیبی بود. همیشه از اینایی که مینوشتن یه رو اینجوری میکشیدن، نون رو اونجوری میکردن، نقطه یه رو میکردن فلان جای تاب و نقطه زار رو میکردن تو دل خون و اینها بدم میومد. در این میوه فروشی انواع میوه ها رو میابیم، میوه های داخلی، همه میوه های کمیاب خارجی. به به، کیفیت این میوه ها بسیار مطلوب است. اینم رفتیم تو چغال بادوم. مردم از محصولات ارزش شده در بازار تجریش رضایت دارند. اینم گوجه سبز. واه واه واه، دهنمون آب افتاد واقعا. چقدر هم ماشاءالله عکس گرفته هر کسی از فوتو بای علیرضا کیخا. خوب شد اسم اینشون رو دیدیم گفتیم. ما معمولا سعی میکنیم حق این دوستان رو ادا کنیم، زحمت میکشن به دست ما رسیده ازش استفاده میکنیم، کردیت یا اعتبار رو بهشون بدیم. فضا و محیط بازار تجریش بسیار خاص و دلانگیز است. هر وقت به اینجا سر بزنید از دیدن خرید و فروش و لبخند مردم و گردشگران در اینجا لذت خواهید برد. خیابان ولیعصر در این فصل سال بسیار زیباست. و اما درختان چنار معروف این خیابان سرسبزتر از همیشه هستند. واقعا هم همینجوره، هم اولی که بهار میاد چقدر این درخت ها چون برگشون جدیده یه رنگ سبز روشنی دارن، رنگ سبز کهنه ندارن. دوستان اگر برنامه من رو دوست دارید خیلی خوشحالم، به دیگران هم معرفی میکنید لطفا. اگر دوست ندارید، مگه شما جز اینایی هستید که به خودتون آزار میرسونید؟ خب برید یه برنامه خوب پیدا کنید، برید سوار بهبهانی بشید. اوکی، روز روزگارتون خوش و تلویزیون مردم رو حمایت کنید. مرسی.